دوستان عزیز، با سلام به شما و با این امید که تا این لحظه رو به خوبی و خوشی پشت سر گذاشته باشید و اوقاتی رو که امروز با هم هستیم اوقات بهتری داشته باشیم، برنامه دوشنبه رو با هم شروع میکنیم. ساعت 2 بعد از ظهر به وقت نیویورک شرق آمریکا، 11 صبح به وقت غرب آمریکاست. و امروز بهتون قول داده بودم، یعنی قبلا بهتون قول داده بودم که امروز با دوستمون آقای علی ترابی خواهیم بود. الان دارم با اسکایپ باشون تماس میگیرم، متاسفانه وصل نمیشه. این دوستان به اصطلاح اینترنت های ضعیفی دارن، بعضی هاشون یه جایی که هستن توی آپارتمان، اون آپارتمانه بهشون میگه که اجاره که میدید این اینترنت هم باهاش میاد و اینترنت اینجوری شما به اصطلاح قدرت اینترنتتون بستگی داره به چند نفر تو اون ساختمون دارن استفاده میکنن اینها و روش نمیشه حساب کرد. در صورت حالا تا ایشون خودش تماس بگیره از اون طرف، من با شما برنامه روز دوشنبه 31 خرداد 1395 که برابر با 20 ماه جون هم هست رو شروع میکنیم و در مورد همه چیز صحبت میکنیم. برنامه من به این صورت هست که همیشه گفتم از همه چیز و همه جا و همه کس، حتی شما. بازم ممنونم از اون دوستمون که بعد از انتقادایی که من کردم با دلیل و برهان نوشت که ایشون از انتقاد ناراحت نمیشن و خوشحالم میشن. امیدوارم دوستان دیگه هم از ایشون یاد بگیرن. بذارید ما این نوشته حاضر و آماده رو برای شما بذاریم اینجا که میگه که شما هم میتوانید در تلویزیون مردم برنامه داشته باشید. و در رابطه با برنامه داشتن خدمتون گفتم چند ماه پیش یکی از دوستان خوب ما که من واقعا میگم مثل برادر بزرگتر دوستش دارم و اینها، لطف کرده بود با چند تا از دوستاشون صحبت کرده بود و اونها چون ایشون میدونن که من با ایشون دوستم و ارادت خاصی دارم، ایشون رو جلو انداخت بودن. این ماجرایی که فلانی رو جلو بندازیم، ما تو ایران باش آشنا بودیم و هستیم، یه جای دعوا میشد، صحبتی میشد، حتی موقعی که خواستگاری و این چیزا بود، خرید و فروش بود، یه نفر رو مینداختن جلو که از این بابت یه سود دیگه‌ای ببرن. به نظر من این کار زشت و ناپسندی شده، مخصوصا الان تو قرن 21، مخصوصا ماهایی که از ایران اومدیم بیرون به خاطر اون چونه زدن توی بازار، اون دروغ گفتن ها، اون یه تیکه نون گذاشتن توی داشبورد ماشین ولی بگن این ماشین رو بخر نون داره و از این مزخرفاتی که همون بلدیم. در صورت آخر کار این دوستمون بنده خدا گفت آقا من فکر کنم به شما ضرر زدم. گفتم چرا؟ گفت وقتی که شما گفتی به این قیمت، گفتم آقا این که قیمت خیلی کمیه، شما چرا اینقدر کم میگیری؟ بهشون بگو اینقدر مثلا. بعد وقتی گفتم اینقدر، شاید اونا فراری شدن. در هر صورت گفتم آقا بهترین کار اینه، ما از سال 2006 تا حالا یه تیکه یه عکسی درست کردیم، یه وبسایتی هم درست کردیم. اجازه بدید من این عکس رو بهتون نشون بدم و این رو گذاشتیم اینجا. هر کسی برنامه میخواد داشته باشه بذارید به شما هم نشون بدیم. خیلی هم ساده است توضیحش. میگیم مثل رستوران، دیدید رستوران ها برای که از وقتی که شما میرید هی ازش نپرسید از اون خدمتکار که چی داری چی نداری، امروز چی سرو میکنی، اینها یه چیزی درست کردن به نام منیو یا صورت غذا، میارن میذارن جلو، میگن ما اینو داریم اینو داریم اینو داریم، ضمناً امروز خوراک مخصوصمون اینه. بعضیا میگن خوراک مخصوص بهترین خوراک اون روزه، بعضیا میگن نه این چیز مونده های مال دیروز و امروز به صورت خوراک مخصوص میفروشن. هر کی یه باوری داره. برگردیم به اصل ماجرا. به این دوستم گفتم آقا از امروز اجازه بده ما هر کسی گفت شما بهش بگو که سوربی نرخش ثابته و اینم نرخشه، من میتونم بگم بیشتر بهتون راهنمایی کنه، باهاتون با محبت باشه چون آدم بد اخلاقیه، ولی در نرخ و اینها سهم و دست چیزی ندارم، نقشی ندارم. ممنونم از دوستمون که به نام محمد جواد نوروزی، امیدوارم این دوست هم محمد جواد نوروزی عموش میشه یا داییش میشه، به زودی آزاد بشه از
دست مجاهدین. مجاهدین کاری کردن که وقتی یه نفر از اونجا میاد باید بگی آزاد بشه و این کار زشتیه. خب ببینیم آقای علی ترابی اگر بتونیم ارتباط رو برقرار کنیم که خوشحال میشیم باشون صحبت کنیم. قرار بود راجع به دین و مذهب مخصوصا دین مسیحیت مخصوصا افرادی که فکر میکردن مسلمونن، مسلمون زاده هستند، بعد به هر دلیلی عصبانیت، به دلیل پناهجویی، به دلیل پناهندگی رفتن مسیحی شدن و من میبینم بعضی از این دوستان اینجا بهشون میگن born again، یعنی دوباره متولد شدن، مثل آقای مثلا جورج بوش. بعضی از اینها میبینید دو آتشه تر از مسیحی هایی هستن که از روز اول که دنیا آمدن پدر مسیحی، مادر مسیحی و از همون روزهای اول هم بردنشون توی کلیسا غسل تعمید. راستی این غسل تعمید برای همه رشته های مسیحیه یا فقط برای یه قسمته؟ چون میدونیم ماشاءالله اینا هم رشته های زیادی دارن و حتی کتاباشون، اتفاقا ممنونم از اون دوستی کتاب فرستاده، دیروز باز توی بیسمنت داشتیم میچرخیدیم دیدم یک کتابی هم در رابطه با این به اصطلاح بایبل جدید و Old Testament، نمیدونم New Testament، اینها دارن. بعد شما میدونید این کلمه مثلا میگه که من مسیحی پروتستان هستم. پروتست کلن یعنی اعتراض کردن، تظاهرات را انداختن و اینها کسایی بودن که به اون دین اصلی که کاتولیک ها بودن فکر کنم و کاتولیک ها حقیقتا یکم، یعنی یکم که چه عرض کنم، خیلی کلیمی هن. مثل همین آقای جیزز هم کلیمی بوده، مثل آقای محمد هم فکر کنم کلیمی بوده. در صورت ارتباط باز هم وصل نشد، نوشت کار فیل، متاسفم. و بله اینه دیگه، وقتی به دوستان میگیم که این برنامه زنده خیلی مشکلات داره و اون شعری که در رابطه با زندگی هست توی اینجا صدق میکنه، ابر و باد و مه و طوفان و فلک در کارند تا تو دوستی پیدا کنی و بخوای مصاحبه کنی، بعدم اینترنتش وصل نشه یا اسکایپش اشکال داشته باشه. این دوستمون چون خودش هم میدونه با وجودی که مهندس هست و کارهای فنی و اینها، ولی میگه از لحاظ تکنیک اینترنت و وب و اینها به خاطری که توی ایران بوده و ایران چیزاش عقب افتاده بوده وارد نیست. و خب مسئله سنم هست، ایشون یکی دو سال از من حداقل مسنتره. در هر صورت دو سه روز برای من مینوش آقا من هرچی زنگ میزنم جواب نمیدید. گفتم نه، سیستم اسکایپ اینجوریه که اول باید شما برای من بنویسی من میخوام باهات صحبت کنم، بعد من بگم اوکی شما میتونی با من صحبت کنی، بعد یه ساعتی قرار بذاریم تماس بگیریم. ولی تا اون موقعی که من اینو نگرفتم و قبول نکردم که شما اوکی هستید که مهمان من باشید، در منزل من به شما بسته، در این به اصطلاح بله حالا وضع شد باشه متوجه شد. این مال قبلنه. در هر صورت علی جان اگر صدای من رو میشنوید و دوستان روی فیسبوک اگر هستید لطف کنید بنویسید صدا و سیما به چه گونه است. خیلی از فیسبوک من راضی هستم، دلیلش اینه که مثلا دوستان در کانون آوا بیش از 5200 نفر چقدر اونجا بازدید کننده داشتن. آقای یزدان خدا بندلو بیش از 17000 نفر بازدید کننده داشته. اتفاقا امروز برای ایشون اونو فرستادم و ایشون گفت که اگه بشه با هم صحبت کنیم درباره برنامه چهارشنبه. من واقعا یه چیزی رو متوجه نمیشم که اولا یه چیزی رو چند بار برای این دوستان با توضیح بدم، یک دو، من چرا این دوستان همشون اصرار دارن قبل از برنامه با من صحبت کنن. مثلا آقای منوچه لطف میکنه پیام میذاره، خیلی هم قشنگ پیاماشو میگه درباره اون موضوعاتی که میخواد، ولی باز میگه حالا نشد با هم صحبت کنیم. میدونم این مهر و عشق و علاقهی که ما در صحبت کردن داریم اصلا ضرب المثل بوده دیگه براش، که میگفتن بوسه که پیغام نمیشه، یا پیغام که نمیشه بوسه، باید باشی فیس تو فیس، چیک تو چیک، آه ماچ کنی و ماچ بگیره. در صورت اسم منوچهر رو من اجازه بدید از تشکر کنم.
آقا منوچهر، در رابطه با شماره تلفن و اینها که ما گفتیم، هفته پیش ایشون گفت والا من یه شماره تلفنی دارم مال منزله که اصلا ازش استفاده نمیکنم. این از همونایی بوده که وقتی زنگ زدم گفتم تلویزیون میخوام و اینترنت، گفتن تلویزیون و اینترنت مثلا 70 دلار، ولی اگر تلویزیون و اینترنت و تلفن بگیری 60 دلار. منم گفتم خب بده، 60 دلار گرفتم و بعدم هی زیادش کردن اینها. خلاصه اونجوری که من برداشت کردم تا هفته پیش، ایشون میگفت به اون تلفن دوستان زنگ بزنن. این هفته میگن در به اصطلاح تکاپو، نه در تلاش هستم، تلاش تکاپو یکی میشه، هستم که سرویس تلفن رو عوض کنم، اینترنت و اینها، و یه چیز بهتر بگیرم. نفهمیدم، متوجه نشدم. پس تا اون موقع مردم با سلفون شما تماس بگیرن، با ایمیلتون، ایمیلشون هم یه اشکالی داره و برای من خیلی جالبه، ایمیل دریافت میکنن ولی نمیتونن ایمیل بفرستن بیرون. احتمالا ایمیل شما هم شده یکی از اینایی که یه سکیوریتی آمده گذاشته روش، باید اون طرف رو اول بری بدی به قسمت سکیوریتی، بگی بابا این اوکیه، این محرمه، این دوسته، این میتونه با من در رابطه باشه. در صورت زندگی رو اینقدر هر روز مشکل و مشکل تر کرده. آقای منوچه، دوستان زیادی تماس گرفتن، گفتن خب خیلی، ایشون با مهر و محبت و عشق و علاقه از خودش گفت، از کوچه‌شون گفت، ما رو برد تهران، اصلا یک گردش، یه سفر مجانی. ولی اون چیزی رو که قرار بود دربارش صحبت کنن، درباره حکومتی که نه جمهوری باشه نه پادشاهی باشه، بلکه حکومت شورایی باشه، و ایشون گفته بود من یه طرحی دارم، به اصطلاح وقت نشد در اون مورد صحبت کنن. بعضیا گفتن که بهتر ایشون این رو به صورت منظم در بیاره، به صورت یه کتاب، یه جزوه، یه چیزی، و شروع کنن اگه میخوان در یه برنامه، دو برنامه، هر چیزی که وقت لازم داره، این رو توضیح بدن. و این منظم کردن اینها رو من نمیدونم سیستماتیک میگن چی میگن انجام بده. در صورت ایشون میدونه اینجا هر وقت بخواد میتونه این کار رو انجام بده، و من فکر میکنم اگر اینها رو به صورت کاغذ و نوشته در بیارن، بعدا خیلی قشنگ میتونن در برنامه های 10 دقیقه. ضمن منو چه خوام، من اون پیام اون تلفن 703-957-6150 رو هم عوض کردم که دیگه دوستانی مثل شما شک نکنن که آیا این چون میگه ماجیک جک کمپانی همین تلویزیون مردم و سوربی است، یا ما به یک جای عوضی زنگ زدیم. ماشاءالله ایرانی ها از بس نون و پنیر خوردن و این انگشتشون رو گذاشتن پنیر رو دراز کردن روی پخش کردن روی نون، انگشتا همه گنده است وقتی میزنیم روی شماره، بعض وقتا رو دو تا. این تلفن های لمسی هم که دیگه نگو و نپرس، تلفن رو میخوای بذاری تو جیبت، مادرم هم میگه الو الو، میگم بفرمایی، میگه تو به من زنگ زدی، میگم ببخشید والا صحبت کردیم، حالا میخوام تلفن رو بزنیم تو جیبم، دوباره به شما زنگ میزنه. اینقدر چیز شده که بعضیا میگن پاکت کال، یعنی همون جیبت گذاشتی زنگ زد، بعضیا میگن بات کال، بات کال یعنی باسن، چون میذارن پشتشون، میگه وقتی میذاری میگه. بعد تلفن‌های مقداری چیز شده، حالا قول دادن دوباره برگردن به همون تلفن‌های کوچولو و اینها. ولی واقعا وقتی فکرش میکنید دوستان، این دستگاه تلفنی که امروز دست من و شما هست چند تا کار مختلف انجام میده، از نمیدونم ترازو، ماشین حساب، از قطنما، از چراغ قوه، همه چی هست. به شوخی آخرش میگن او یس، میتونید تلفنم بزنید به هم دیگه. ولی خب من امروز پیام آقای دکتر عقیلی پور رو براتون پخش میکنم، ولی آقای عقیلی پور موقعی که میخواستن در رابطه با این ماجرای روم شرقی و روم غربی صحبت کنن، من میدونم کارهای ایشون رو خیلی ردیف مینویسن و خودشون یه بار میخونن بعد تکرار میکنن اینها، به نظرم میاد این بار شما فلبداهه خواستید صحبت کنید، یه مقداری تکرار مکررات شده، توی تکرار مکررات من شنونده گم شدم، یعنی متوجه نشدم که منظور شما چی بوده. دوستان شما هم بشنوید ببینید که متوجه میشید این روم شرقی و روم غربی که من از آقای یزدان خدابندلو سوال کردم ولی ایشون
پاسخ درست حسابی نداد و یکی از دوستان قرار هست، همون دوستی که در رابطه با ماه رمضان صحبت میکنه و امروز نوارش هم براتون پخش میکنم، قرار هست در این رابطه هم صحبت کنه. ایشون هم به اصطلاح پلن ها یا برنامه های مختلف و گوناگونی داره، امیدوارم بتونیم بیشتر ازشون استفاده کنیم. برگردم باز به منوچهر اگه اجازه بدید. منوچهر جان، راجع به کتاب که شما گفتید، اصلا شما لازم نیست وایسید تا این کتاب های ما فروش بره یا دوستان لطف کنن حمایت کنن ما براشون بفرستیم. شما و هر کسی دیگه ای، نه فقط کتاب، هر چیز دیگه ای رو، پنکه، الان پنکه میبینم، نمیدونم، وسیله برقی، یه چیزی دارید، شما میتونید از تلویزیون مردم استفاده کنید، عکس اونو بفرستید، براتون مثل یه آگهی درست میکنیم، اینجا بهش میگن اینفومرشال، هم به مردم اینفورمیشن میدید هم کمرشاله. مثلا من الان وقتی میام میگم این کتاب از آلاشت تا آفریقا، خسرو معتزد، و نمیدونم چرا رو جلدش ننوشتن، احتمالاً این از اون جلدای کاغذی داشته، ولی این پایین میدونید حتی مثل فشار اینجوری چی میگن روی جلد کتابه هست، ولی زرکوب نشده. این وقتا این کارو میگفتن زرکوب، اصلا این اسمی کار. در صورت وقتی منو چه جا میام اینجوری صحبت میکنم در رابطه با این کتاب و میگم خیلی هم کتاب قطوری هست، میگم این کتاب 900,000 صفحه است، 995 صفحه، بعدش هم 4-5 صفحه دیگه است، 1000 صفحه است. ضمن این که به مردم اینفورمیشن و اطلاعات دادم، تبلیغ، همون کمرشال برای خودمون کردم که آقا خانم هر کسی اینو میخواد، این کتاب رو فکر کنم بیشتر از 50 دلار باید بفروشیم، ولی اب نداره. اون وقتا ببخشید، نه منظورم با این دوستی که اینا رو لطف کرده فرستاده نیست، اون وقتا اینایی که انار رو خربوزه و اینها میفروختن، وقتی میخواست داد بزنه و یه حرفی داشته باشه برای گفتن، میگفت بیا برس که صاحبش مرده، حراج کردن. یعنی اینم از بی‌انصافی ماها حکایت میکرد که حالا که صاحبش مرده، به جایی که مردم پول بیشتری بدن کمک بشه به خرج دفن و کفنش و وارث و نمیدونم یتیم و اینها، همه به فکر این بودن که یه سودی ببرن از این که یه نفر مرده، حالا این اموالش بی صاحب شده، این بنده خدام ارزون میفروشه. نه، این صاحبش هم نمرده، منم از صاحبش ممنون و متشکرم که اینا رو فرستاده. این کتاب رو اگه خواستید از آلاشت، میدونید که رضا خان در آلاشت دنیا اومده، بعد که شاه شد و فلان اینها، بعدن به آفریقا تبعید شد و اگه اشتباه نکنم فکر میکرده داره میره هند، یه دفعه اونجا بهش میگن نخیر، شما داری میری آلاشت. یعنی این پادشاهان مملکت ما بیچاره ها حتی خودشون نمیدونستن که فردا کجا میرن، و جالب اینه که میخواستن هم به مردم بگن چه کار کنید، از اون یه قدم هم جلوتر رفته آقای رضا، محمد رضا شاه، اون دیگه به دنیا هم میخواست بگه که چه کار کنید. پس کتابا رو آقای منوچهر خان، شما لازم نیست منتظر وایسی تا من اینجا 50-60 کتاب رو بفروشم بره، میتونید قشنگ اسم کتاباتون یا عکسشو اگه دارید، یه کاری کن، اول ایمیلتو درست کنی، این کامپیوترتو یه روز که تعطیلی بزن زیر بغلت و برو. من فکر کنم بعضی از کتابخونه ها حتی یه سرویس های مجانی میذارن برای افرادی که مثل من و شما ممکنه از کامپیوتر کم بدونیم، یا آدم های خیرخواهی میان اونجا کمک میکنن، و یا واقعا ببریدش استیپل، ببریدش بست بای، ببریدش جاهای دیگه‌ای که وسایل الکترونیکی احتمالاً تو شهر شما میفروشن، تو باستون من بست بایم دیدم، اونا بهشون بگی که آقا این ایمیل، اینم سوربی الان یه ایمیل براش بفرست، این ایمیل، اینم دختر من الان یه ایمیل براش بفرست، ببینم میتونی بفرستی یا نه، در صورت درست کنید عکس بفرستید و اینها. عکس و اینا هم خیلی ساده است، بذارید من براتون بگم. امروز یه سری عکس از این کتابا گرفتم با یه دوربین خیلی قدیمی و یه مقداری اگر آوت آف فوکس هست، این فوکس به فارسی چی میگیم ما؟ خدایا، نه فارسی نه چیز یاد گرفتیم، چی میگن؟ نه انگلیسی یاد گرفتیم، فارسیمون هم از یادمون رفت. در هر صورت این کلمه هم مثل کلمات دیگه چون انگلیسی بوده آمده توی دستور زبان ما، همون بهش بگیم فوکوس کردن، یا نمیدونم، اصلا توی صحبتامونم میگیم که مثلا نظرت رو
فوکوس کن یا حواست باشه، نمیدونم یادم میره بعضی وقتا قاطی میکنم. ببینید من یک عکس کتابا رو اینجوری گرفتم، آها این 5 تا کتاب رفت و به دست دوستمون در کالیفرنیا هم رسید و ایشون هم ایمیل فرستاد و تشکر کرد. پس اینا رو دیگه نداریم. با پدرم رضا شاه، با برادرم محمد رضا شاه، من ایران، شاهنامه فردوسی، سفری به حقیقت، جورنی تو تروت. مثلا این به نظر من یه نفر بخره فارسیشو خودش بخونه، انگلیسیشو بده به بچه ها، بعد از بچه هاش سوال کنه برداشت شما از این کتاب چیه. من حقیقتا این رو نخوندم چون فکر کردم که این یه کتاب رمان یا داستانی. عکسی گرفتم، این رو دوستمون از سوئد فرستاده بود، فیلم پلیس. به نظرم میاد باید فیلم خندداری باشه، ولی من که سوئدی حالیم نبود، حوصله فیلم نگاه کردنم نداشتم حقیقتا. حق حیات و کیفر مرگ در ایران، حق حیات و کیفر مرگ DVD، اینجا میبینید این DVDه اینها. بعد بعضی وقتا هم لازم نیست، شما مثلا میتونید بگید که من 50 دلار میدم این DVD برای من، ولی شما پخشش کن که من از تلویزیون ببینم. پست و اینها هم نمیخواد. برگردیم برنامه امروز داشته باشیم، برگردیم بریم سراغ آقای سرهنگ عقیلی پور. ضمناً یکی از دوستان راجع به یک ماجرای صحبت کرده در رابطه با شاه و برخوردی که با، به نظر میرسه که علی نمیتونه با ما ارتباط برقرار کنه، میذاریم یه وقت دیگه، برخوردی که شاه گویا با مسئولین دولت عربستان سعودی داشته و من در این باره صحبت میکنم. این دوستمون سوال کردن، آقای سرهنگ عقیلی پور و آقای تیمسار آریان پور، که آیا شما در این مورد چیزی میدانید یا نه. بریم پیام آقای عقیلی پور رو بشنویم اول، بعدن برگردیم و برنامه رو با هم پی خواهیم گرفت. بفرمایید آقای عقیلی پور. بذارید ببینم این درسته. جناب آقای استادی با از احترام، کنن عقیلی پور هستم. در برنامه تون از سوال فرمودید راجع به روم شرقی و روم غربی و سابقه اینها که چه بوده و چطور شده و به کجا کشیده شده. پس کن که 8 قرن قبل از میلاد گروه های مختلف اینا که چپ و راست بودن جمع شدن و 2 برادر به نام رومولوس و روموس این گروه های مختلف رو جمع کردن، حکومت های مختلف رو جمع کردن، اون داری چه گذابیه یه حکومت جمهوری برپا کردن و شروع به جنگ کردن که بیشتر جاها اطراف مدیترانه همه اینا رو گرفتن، قسمت اروپا رو همه رو گرفتن. بعد از اینکه ژول سزار میبینه که فرمانده همه این حکومت بود، شورش همه جا رو میگیره، اوضاع خراب میشه. ولی وقتی اوگوست میاد به قدرت رو دست میگیره، جمهوری رو عوض میکنه و اسمش میذاره امپراتوری روم و میگه که دین و عقیده، دین و مذهب و عقیده همه جا آزاده، هر کس چی میخواد داشته باشه و هر کسی هم که در روم تولد پیدا میکنه خود به خود شهروند رومه دیگه، مهاجر اجنبی نیستش. بعد در قرن 395 این امپراتوری دیگه یه بود به نام تئودوس اول، این وقت اومد امپراتوری رو به 2 قسمت تقسیم کرد که این 2 قسمت امپراتوری غربی و امپراتوری شرقی به نام بیزانس که از نظر امور اداری خود مختار باشه. پس از این تاریخی روم شرقی و روم غربی درست میشه. روم غربی با درگیری در جنگ ها به پاشیدگی دچار میشه، در حدود خلاصه سال 476 اون موقع بود که ژرمن ها و فرانسوی ها و گروه های دیگه اروپایی حمله میکنن و امپراتوری شرقی با فروپاشی، امپراتور غربی با فروپاشی از بین میره. اما در روم شرقی کنستانتین که اولین کسی که پای گذاریش کرد، اسمش هم گشود روم جدید، ولی بعد شهر قسطنطنیه که به نام کنستانتین خودش بود اونجا رو ساخت، کمی استانبول امروزیه، و اونجا رو پایتخت قرار داشت. ولی روم شرقی ادامه پیدا کرد تا سال 1453، یعنی حدود 1000 سال ادامه داشت تا اینکه عثمانی اومدن و حکومت
روم شرقی هم سرنگون کردن. البته بعد از مرگ خود کنستانتان هم سه تا پسر داشت هسته برای به دست آوردن قدرت با هم جنگ کردن و خونریزی کرده بودن و هر قسمت بالاخره یکی از اینا مثل خود ایران که بعد از ساسانی و غیرزاله هر گوشه دست یکی بود. جنگ های ایران با روم با همین ها بود. جولیان یکی از این پسر ها در جنگ با ایران کشته شد. یا مثلا در سال 259 امپراتور والریان به اسارت شاپور اول ایران در آمد، شکست خورده بود. منظور که بس این روم غربی و روم شرقی و ادامه روم شرقی بعد از فروپاشی روم غربی و عاقبتش برافتادنش به دست عثمانی ها. این به طور مختصر پاسخ سوال شماست. پایدار و سپاسگزارم. بسیار ممنون. امیدوارم در برنامه های آینده اگر دوستان پرسشی دارن باز مطرح بشه و آقای عقیلی پور هم پاسخ بدن. برای آقای علی ترابی نوشتم که آقا چی شد؟ چون آقای علی ترابی اون روز وقتی که گفتن من آماده هستم بلافاصله گفتن یکی از معلمان ما، شبان ما، یه خانومی هم به اصطلاح اون هم از انگلستان اعلام آمادگی کرده. بعد یه روز دو روز بعدش گفتن که نه، اون خانم گفته که من امتحان دارم نمیتونم. من به شوخی براش نوشتم فکر کنم اون خانم دوستانش یا خودشون بهش گفتن که مواظب باش این توی دام این سربی نیفتی و مطمئنی علی جان که تو میخوای بیای روی این صندلی داغ بنشینی اینها. و ایشون گفت بله. اجازه بدید من اسکایپ رو خاموش کنم دیگه، و چون من فکر کرده بودم حدود 10 دقیقه ربع ساعت با ایشون باشیم تا یک بحثی رو شروع کنیم، بعد بیشتر در برنامه های آینده حالا که نیستن دیگه اینجوری من هیچ چشمم اونجا نباشه، به قول معروف چی میشه میگن حواسم این ور اون ور میره، بریم دنبال این ویدیو که چه عرض کنم آدیویی که دوستمون در رابطه با ماه رمضان فرستاده. خیلی موضوع قشنگیه. این نشون میده که بذارید ببینم کامرای دو رو خاموش کنم. وحشت نکنید اینقدر آیکان میبینید روی این به اصطلاح مانیتور ما. من خودم یکی از اونایی بودم که اگه میرفتم یه جایی میدیدم یه نفر اینقدر آیکان یا این علامت ها روی کامپیوترشه میگفتم یادم بسیار نامنظمیه. متاسفانه حالا خودم اینجوری شدم، البته روی یکی از مانیتورام اینجوریه، اون دوتای دیگه صاف و پاک و هیچی هم روش نیست. بریم سراغ این دوستمون، ولی من همین عکس ها رو بذارم که نوشته ها رو با هم بتونیم بخونیم. پلیر دو، بله، ایشون هم خیلی قشنگ مقاله ها رو اول می نویسن بعد از روی مقاله می خونن. این کار بسیار شایسته و بایسته است. این کلمه بایسته به نظر من کلمه خوبیه که ما از استفاده نمی کنیم. بایسته یعنی هم باید دیگه، یعنی هر کسی میخواد برنامه بذاره باید بستگی به هوش و حواس و ذهنش خودش بنویسه. اگر کم حواسه مثل من قشنگ همه رو بنویسه، اگر هوش و حواس خوبی داره فقط سرتیتر بنویسه، یادش باشه که وقتی مثلا اون وقتا چی میگفت، میگفت طرف انقدر میدونه تا بگی فه میگه فرهزاد یا هر مثال های اینجوری. در صورت بریم سراغ این دوستمون، بفرمایید. همراه درود و روز بخیر و شب بخیر و سلام به همه شنوندگان و بینندگان این برنامه و جناب آقای سربی، اجازه میخواهم امروز درباره روز و شب صحبت کنم. هنگام بحث با افراطیان دینی و مذهبی همشان ادعا میکنند که دینشان جهانی است و فقط مریدان مذهبشان به بهشت میروند و بقیه همه از اقامت کنندگان همیشگی جهنم خواهند بود. امروز یک موضوع فیزیکی قابل تشخیص و آسان درک و نه معنایی و تصوری مخصوص مسلمانان را مورد سؤال قرار می دهند. آنان که اطلاع و قبول دارند زمین کره است و این باور را کفر
و باور کنندگانشان را همچون علمای دین امروز عربستان کافر نمی دانند، به خوبی دانستند که در روز 21 ژوئن یعنی فردا در شمال کره زمین و در 21 دسامبر در جنوب کره زمین ساعت‌های روز بلندترین است. در مناطق زیادی در شمال این کره نه فقط روز طولانی است، بلکه از روز 14 تا 28 ماه ژوئن هرگز آفتاب غروب نمی کند. مسلمانان کشورهای اسکندیناوی، آیسلند، شمال اسکوتلند، روسیه، آلاسکا و کانادا هر سال در این روزها غیبت شب را در تابستان تجربه می کنند. برعکس آن، یعنی عدم درخشش خورشید و تاریکی را به مدت 2 هفته در ماه دسامبر شاهد هستند. مسلمانان آنجا سوال کردند ما در این فصلها چگونه روزه بگیریم؟ یعنی چه وقت سحری بخوریم و کی افطاری؟ یا یعنی که باید تمام ماه از خوردن خوراک امساک کنیم؟ یا در زمستان که روز نداریم اصلا روزه نگیریم؟ نماز صبح و مغرب و شب را در چه ساعتی برگزار کنیم؟ آیان علما فتوا دادند برای ساعت‌های اوقات شرعی امساک و افطار و نماز از نزدیکترین شهر اسلامی پیروی کنید. در قرآن در قسمتی از آیه شماره 187 سوره البقره آمده کلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الابيض من الخيط الاسود من الفجر ثم اتم الصيام الى الليل. معنی آیه بخورید و بنوشید تا سحرگاه نور سفید روز از سیاهی شب برایتان مشخص شود، بعد از آن روزتان را تا شب ادامه دهید. در این آیه قرآن وقت خوردن و نوشیدن و وقت توقف از آن یعنی امساک بر اساس نور خورشید و تاریکی شب معین گشته. به علت بد عادتی سوال ها می کنند چه کسی به آقایان اجازه داد این آیه را تحریف کنند؟ کجا در قرآن و یا در کتاب های فقه اسلامی از قدیم تا امروز نوشته کسی حق دارد آیه واضح قرآن را طبق میل و یا اوضاع زمان تغییر دهد؟ در کجا پیروی از نزدیکترین شهر اسلامی مصدر معین شده؟ با پیروی از چه منبع و یا مصدری چنین فتوایی صادر کرده اند؟ شهر اسلامی کدام است؟ چگونه شهری را اسلامی و یا غیر اسلامی میتوان تشخیص و معرفی کرد؟ در کدام کتاب فقه در صدر اسلام شهر اسلامی معرفی و مشخص شده؟ بعد از تحقق هدفتان و جهانگیر شدن اسلام و مسلمان بودن همه، چگونه این ساعت‌های شرعی را در تمام این کره اسلامی مشخص خواهید کرد؟ قرآن را معجزه‌ای کامل و شامل می‌دانند که در آن همه چیز نازل شده و با خواندنش نیازی به کتابی دیگر نیست. چرا در این کتاب آسمانی این وقت روزه گرفتن برای مردم سرزمین‌های شمال و جنوب کره زمین که روز و شبشان معلوم نیست مشخص نشده؟ مگر نه اینکه تمام مسائل در قرآن با لبه تیز شمشیر جدا گشته و به روشنی خورشید واضح است؟ این آیه قرآن که فیزیکی و مشخص است را که اجازه داد تغییر معنی و تفسیر دهید؟ خداوند روزه را از آن خود دانسته که خود به آن پاداش می‌دهد. در 10 آیه آمده که روزه مایه بخشودگی و جبران گناهان است. چرا ساعات روزگیری تمام مردم جهان را با عدالت و به یک گونه مشخص نکرده؟ مگر خداوند نمی‌دانست که زمین کره است و در فصل‌های مختلف ساعت‌های روز و شبش متفاوتند و در فصل‌های تشخیص روز و شب ممکن نیست؟ اگر این آیه واضح را تفسیر و تغییر کلی می‌دهید، چرا نمی‌توان آیه‌های دیگر را هم بنابر مصلحت روز تغییر و تفسیر کرد؟ یا اینکه شجاعانه مسائل مطرح شده در 15 قرن پیش را شایان و مناسب امروز ندانست، همان گونه که تمام فتواها را در طی زمان تغییر داده،
ضد نقیض کرده، حرام ها حلال و حلال ها حرام گشته بدون اینکه مویی از سر پیشوایی بیفتد. بیایید و با شجاعت از ساعت که در آن زمان نبوده استفاده کنید. ساعت‌های روز را محدود و در تمام دنیا در ماه رمضان چه در شمال و یا جنوب کره زمین مشخص و بر خلق خدا با عدالت و یکسان اعلان کنید. آیا این مشخص و معین نمودن ساعت‌ها به عدالت خداوند نزدیکتر نیست؟ چرا قسمتی از خلق برای کسب رضای خدا باید ساعت‌های روزشان طولانی‌تر یعنی سخت‌تر و یا کوتاه‌تر یعنی راحت‌تر از بقیه باشد؟ این وضع را چگونه میتوان در چارچوب عدالت خداوند غالب کرد؟ آیا پیشنهاد یکتا ساختن اوقات شرعی بر اساس ساعت به علم و انصاف نزدیکتر نیست؟ چرا در تمام دوران تاریخ تمام دینها گامها از دانش دور بوده و دانشمندان همواره کافر و زندیق خوانده شدند؟ اندیشه ها در دنیای امروز در هر ثانیه تغییر میکنند. آیا بازگرداندن مردم به قرنها پیش هدف دیگری دارد جز عقب نگه داشتن مردم و سوار کشیدن از آنان؟ چه به خورد مغز ما کرده اید که این همه ضد و نقیضها را احساس نمی کنیم؟ کدام را قبول کنیم؟ حقیقت علمی و پیشرفت حتمی انسان که شما از تمام وسایلش بهره می برید؟ و یا جهانی بودن اسلام و پابندگی به اصول 15 قرن پیش؟ پیشرفت دانش خیلی از معیارهای دینها را تغییر داده و اغلب آنها را به کنار زده، اما تا کنون این یدک کشیدن از اسلام است که برای کافر خواندن دانشمندان و پیروانشان و متهم ساختنشان به محارب بودن با خدا لبه تیز شمشیر را برگردن خلق می کشد. در هر گام و نفس کشیدن انسان دخالت می کنند. به نام خدا خلق خدا را از میان می برند. آیا خدا بی حکمت و بی انصاف است که دو نفر را خلق می کند و بعد یکی را به سربریدن دیگری مأموریت می دهد؟ این چگونه وصفی از عدالت خداست که قاتل مجاهد را به بهشت و مقتول کافر را به جهنم می برد؟ آیا منطقی تر نیست اگر خدای دانشمند و عادل هرگز مقتول را نمی آفرید و قاتل را با اندیشه های دیگر که به سود بشریت باشد خلق می کرد؟ خداوند کدام بنده ای را نماینده پخش و یا بخشش بهشت و جهنم خود معین کرده؟ آنان که همواره از زبان خدا سخن می گویند آیا هر ساعت و یا هر روز با خداوند در تماس هستند؟ آیا می شود طرز این تماس را برای من روشن سازند؟ یا متن کمیسیون ملاقاتهایشان با آفریدگار را نشانمون دهند؟ پیشرفت انسان و بهبودی زندگیش بر روی زمین حتمی است. همه تاجران و دین فروشان در تمام تاریخ و تمام دوران به جز مفخوری کار مفیدی برای پیشرفت انسان انجام ندادند. اگر محمد ابن عبدالله پیامبر اسلام نگفته بود لا نبی بعدی، یعنی بعد از من پیامبری نخواهد آمد، حتما آقایان ادعای پیامبری هم می کردن تا مردم آزاد زائیده پروردگار را بیشتر به بندگی بگیرند. همیشه در تمام دوران تاریخ هر گونه دانش، کشف و اختراع را حرام دانستند. چرا این عقبگرد و عقب ماندگاری را احساس نمی کنند؟ امروز دانشمندان مسلمان گذشته را موجب پیشرفت غرب و افتخار این دین می نامند. مگر مردان دین زمان زندگی آنان همشان را بدون استثناء کافر و زندیق نخواندند؟ مگر آنان را در بدر نکردند؟ مگر توسط حکمرانان مسلمانان تمام دوران از شرق اندونزی تا اسپانیا شکنجه و در بدر نشدند؟ همکنون با هر کس هم مثل این بند خدا سؤالی کرد و یا حقیقت و اوضاع را بیان نمود چجوری رفتار می شود؟ این چه عقیده ایست که یک سؤال مریدانش را به گمراهی می کشد یا موجب از بین رفتنش می شود؟ در شهرهای دینی نجف و قم و بقیه جاهای طلبه های علمی
یک عبارت فارسی عربی در میان طلبه ها معمول است: جا به جا که نعبدو و جا به جا که نستعین. معنی لفظی این است: بنا به میل در جایی میپرستیم و در جایی کمک میخواهیم، اما مقصودش آن است که بنا به میل انجام میدهیم. کاش به ما ببخشید، برای اینکه کافر خوانده نشوید و به نام مرتد و محارب با خدا محاکمتان نکنند. بله، کاش به من کسی جواب میداد و کافر و زندیقم نمیخوان و از پاسخ به این چراها فرار نمیکرد. ببخشید. مثل اینکه باز هم سوال کردم، این بار خیلی سوال ها کردم، معذرت میخوام. ممنونم از شما دوست عزیزمون آقای پرویز، که فکر کنم ایشون بهایی بوده و با بهایی‌ها مشکل داره و اینها. نوشته که دین همان سیاست شلاق و هویج است. برای دوستانی که نمیدونن، این یه ضرب المثل هست توی کشورهای اروپایی و آمریکا که stick and carrot، یعنی چوب و هویج، و ایشون این رو نوشتن. ممنونم. دوستان دیگه هم به جمع فیسبوک پیوستند و از این دوستونم ممنونم. حالا که آقای ترابی نتونستن ارتباط برقرار کنن، یا شاید به نصیحت دوستانشون، این فلسفه دسیسه توی مغز ما ایرانی ها هست، شاید یکی بهش گفته آقا کجا میخوای بری؟ شما حالا خودت تازه مسیحی شدی، خودت رو در دام این سوربی ننداز. یا اینکه اگر شماها به شبان بودن بعضیا باور دارید و این بی احترامی رو به خودتون میکنید که شماها بره اون شبان هستید و اون شبان شما را به راه راست هدایت میکنه، شاید شبانشون به ایشون گفته ای بره عزیزم بیا اینجا پلن بابا کن، اونجا نرو. من با علی این شوخی‌ها رو میکنم برای که علی از قدیم که ما تو هنرستان بودیم خیلی شوخ بود، و با وجودی که مثلا این یه رشته دیگه بود، من یه رشته دیگه بودم، ولی این توی هنرستان معروف بود از جوک گفتن، از به اصطلاح شوخی کردن، و آدم شاد و شنگولی بود. امیدوارم که حالا هم در دین مسیحی هم اگه هست همون شادی و به اصطلاح شنگول بودن خودشو داشته باشه. این دوستمون که صحبت میکرد، آدم سوال میکنه که چرا دین دشمن خرد هست و چرا دانشمندان معمولا یا اکثرا بیدین هستند. این را اگر دوستان خواستید صحبت کنید. پیام آقای دکتر عقیلی پور رو گذاشتیم، ممنونیم. پیام این دوستمون درباره ماه رمضان و ساعات خیلی هم جالب گفتن. الان ببینید این ساعات در شمال و جنوب طاقت فرسا میشه، وقتی که تازه همینجا الان روزها طولانیه و یه وقت میبینی ماه رمضان میفته تو زمستون، روزها خیلی کوتاه، تازه حرارت و اینها هم کمه اونجوری که باید، یعنی روزی که تابستون و گرمه. در صورت همه این چیزهایی که شما گفتید برای اونایی که بخوان روزه بگیرن. حتی یه آخوندی درباره معتادا و روزه گرفتن صحبت کرده که دوستان میگفتن چرا این آخونده به این معتاده نمیگه برو ترک کن، و میگه نه شما روزت رو بگیر، ولی اگه خواستی مثلا موقع تریاک کشیدنت شد و دیگه بدنت خیلی درد گرفت و اینا، مثل که خودشم میدونست چجوری حالاتشو میدونست، خب اون موقع اب نداره یه خورده تریاک. بعد دوستان نوشتن آقا داداش تریاک میخوریم باید یک کمی، یا میکشیم باید یک کمی چایی و شیرینی و اینا هم باشه، اونها هم حلالن یا حرام؟ درباره تریاک منوچه جان، این سیستمی که ادارات تلفن اینجا رفتار میکنن، یا حتی چیزهای دیگه، حتی این تلفن‌های دستی میگه که شما بیار این تلفن رو بخر $1، $600 تلفن رو بهت میده $1، ولی با ما 2 سال قرارداد ببند. قراردادم اینجوری باشه، وقتی نگاه میکنی میبینی اون ماجرای تریاکی هست که گویا انگلیسی ها آوردن به ایرانی ها دادن و همه رو معتاد کردن. وقتی خوب معتاد، اول بهش پولم میدادن چون گفتن شما اینو بکش شیرهش رو بیار ما ازت میخریم، شیره رو میخریدن، بعدن گفتن نه دیگه ما شیره نمیخوایم، اصلا بندازید دور بدون پول. بعدن حتی ازشون شروع کردن پول گرفتن. در صورت دیروز وقتی که پیام منوچهر رو گوش میدادم به این موضوع فکر کردم. درباره
دین و مذهب و اینهایی که به دین باور دارن میدونید که با قاطعیت میان جلو و به شما میگن که مگه میشه یه چیزی وجود داشته باشه ولی خالقی نباشه؟ هر چیزی یک خالقی خلق کننده ای داره. ما هم دیگه یاد گرفتیم میگیم بله همچین چیزی که شما میگید کاملا درسته. حالا شما هم ببینم خالق خدا کیه؟ اون موقع میزنن به دره این، نه آقا کفر نگو، الان زمین میاد آسمون، آسمون میاد. آقا خودت الان گفتی هیچ چیزی امکان نداره بدون خالق باشه، پس خالق خدا کیه یا چیه؟ من سوالات زیادی گذاشته بودم برات علی جان، اولم نمیخواستم اصلا راجع به مسیحیت تعریف کنی، فقط میخواستم بگم شما همه خوبی های مسیحیت رو انقدر تو کانال ها، انقدر تو تلویزیون ها، انقدر تو چیزهای مجانی که برامون فرستادید ما میدونیم که باور کنید بعضی وقتا دانش ما از یک مسیحی که میره کلیسا از بچگی بیشتره، چون همونجور بابا مامانش دستش گرفتن بردن، ولی ما خوندیم. من میخواستم بگم همه اینایی که میگید قبول داریم. شما که مسیحی هستید آیا عیب و ایرادی هم در دین مسیحیت میبینید؟ چی میبینید دوستان؟ هر کدومتون در هر دینی هستید، خوبیهاش پیشکش خودتون، خوبیهاش چیزایی بوده که شما رو به اون دین جذب و جلب کرده و شما پیروش هستید. لطف کنید از بدیهای اون دین یا از اشکالاتی که داخلش هست و شما مایلید اون اشکالات از بین بره برای من و بینندگان صحبت کنید. قرار بود با خانم گیتی کاوه در رابطه با این انتخابات 23 انگلستان که بمونن یا خارج بشن صحبت کنیم. متاسفانه بارها من گفتم این دوستان همه عاشق صحبت کردنن، همه عاشق نوشتنن، همه برای عاشق فرستادنن، همه عاشق اینن که بگن ببین من انقدر ایمیل فرستادم، ولی به هر کلمشون اسم پول میاری میگه حالا بذار برم با شرکتم صحبت کنم، حالا برم با دوستان صحبت کنم، و معمولا میرن ازشون خبری نمیشه. و خانم گیتی کاور من گفتم مدت هاست از طریق اون سازمان فرهنگی که دارن میشناسم، ویدیوهاشون رو دیدم، ولی هر بار که اینها ویدیو فرستادن و خواهش کردن ما پخش کنیم، اونجایی که ما گفتیم خب هزینهش رو بدید، آقا خانم این تلویزیون مجانی، این ماشین مجانی، راننده مجانی، با انصاف ها اقلا پول بنزین رو بدید، پول لاستیک، بیمه، نمیدونم کوفت، زهر مار، چی میگن، مالیات و اینا رو نخواستیم، اقلا پول بنزین رو بدید اون زمانی که شما سوار این ماشین هستید، که مطمئن بشید کنار جاده نمیمونه، حالا چه در گرمای تابستان یا چه در سرمای زمستان، معمولا غیبشون میشه. بعدش هم یکی یکی سر از عذر میخوام اینو میگن سر از طویله بهبهانی و شهشهانی در میارن، چون اونجا خر مجانی، پالونم آماده روش هست. و اما بله میخواستم سوال کنم خالق خدا کیست؟ اصلا این ماجرای ادیان از کجا شروع شده؟ از آقای علی ترابی بپرسم شما که میری چرچ، کلمه چرچ رو برو دنبالش ببین این از کجا اومده، چرا کرک شده چرچ، چرا سریس شده چرچ، این ماجرای اون زنی که همه ازش میترسیدن و افراد رو میبرده توی منزلش، در منزل رو میبسته، بعد هیپنوتیزمشون میکرده، مغزشون رو خالی میکرده، و از اونجا کلمه چرچ درست شده، چی بوده و که ایشون نیومده؟ چرا همه ما به اصطلاح اسیر یه سازمان بزرگ مافیایی شدیم به نام کورپوریشن های آمریکایی؟ به همین دلیل هم هست اگه نگاه کنید شما وقتی میمیری و جسدت رو میگن کورپ، کورپ کورپوریشن، یعنی حتی جسد و بچه و دارایی شما مال خودت نیست، مال این شرکت‌های سهامی بزرگ، کورپوریشن میشه یعنی شرکت‌های سهامی، یا تعبیر و به اصطلاح ترجمهش برای ما این کردن. اینا صحبتاییه که آقای جوردن ماکسویل انجام میده، پیرمرد 76 ساله‌ای هست که
زندگیش رو از دست داده به خاطری که در افتاده با مذهبی ها. حتی FBI بهش ورنینگ داده، گفته آقا تو با یک مافیای مذهبی داری در میفتی. همه چی ازش گرفتن، با کلک وبسایتش و پولی که میتونسته. در زندگی بعدی داره ولی پای حرفش وایساده. جوردن مثل همه اردن هست، اردن هاشمی، جوردن مکسویل. جای روی گوگل نرید پیداش کنید، چون اگه برید روی گوگل جاهای قلابی میبرن که اونها اینو درست کردن که شما رو ببرن تو مسیر دیگه. برید روی یوتیوب، روی یوتیوب جایی هست که ویدیوهای خودش، مصاحبه‌های خودش هست، اونجا باشید. ضمناً اون ماجرای راجع به چی صحبت کردم، راجع به پیرمرد صحبت کردم. خب یه پیرمرد میشه آقای جوردن مکسویل، یه پیرمردی میشه این آقای حسیبی خرفت که چند سال تلاش کرد، بالاخره رفت ایران. خدا میدونه وقتی رفته او ایران به اونا چه قولهایی داده، چه جاسوسیایی بکنه، چه کار کنه. بعد حالا که اومده اینجا، امروز دیدم این دوست اون آقای علی شیرازی یه نامه ای رو فرستاده که بله به زودی بهار عربی که بود، حالا بهار ایرانی هم میاد. بعد دیدم زیرش نوشته محمد حسیبی کلاش. بعد نوشتم آقا اصلا حرف اینو قبول نکن. علی عزیز نوشته که نه، ما نباید ببینیم کی چی گفته، باید ببینیم که چی میگن. گفتم منم مثل شما بر این باور بودم تا روزی که دکتر کاظم رنجبر به خوبی به من ثابت کرد که اتفاقا باید ببینیم چه کسی چه چیزی را میگوید. مثال براتون میزنم، مثال میزنم، اگر یه نفر که شما میدونید دزده به شما گفت که پولتو بده به من، بذار اینجا فردا دو برابر میشه، شما صرفاً به این دلیل که این میگه پولو بذار اینجا دو برابر میشه، پولشو بهت، پولتون بهش میدید یا نه؟ نگاه میکنی میبینی آقا این حسیبی دزده. این بیچاره اون آقای هنرپیشه کی بود، چجوری اسمها یادمون میره، به من زنگ زد وقتی من اولین بار سال 2001-2 با حسیبی مصاحبه، آقای رستمی، ایرج رستمی، گفت آقا این یک کلاشیه که اینجا کلا سر همه گذاشته، بعد بلند شده رفته تگزاس، اونجا اصلا فئودال و زمین و فلان و بیسار و اینها اینجوریه. بعد من گفتم آقا من کاری ندارم، تا اینکه بالاخره کلا سر ما هم گذاشت. وقتی کلا آمد سر شما، چشمت بسته شد، اون وقت مغزت فکر میکنه که آهان این ایرج رستمی بیچاره سال 2004 به من گفت، فوت شد، رفت از دنیا. در صورت دوستان عزیز، حمایت از تلویزیون مردم، تلویزیون مردم، از مردم، با مردم، برای مردم و با حمایت مردم. گفتم یه دوستی ما داریم که ایشون ماهیانه کمک میکرد، لطف کرده بود، کردیت کارت هم گذاشته بود اینجا و به من میگفت این ما 20 دلار 22 دلار و اینها، ما کم میکردیم. بعد گویا بانکشون یه اشکالی پیش اومد و اینها، یکی دو ماه نتونستیم. بعد یه دوستی بهش پیشنهاد کرده بود شما این کارو نکن، ماه تو ماه بیا هر از چند مدتی بفرست. گفتم نه آقا، به نصیحت اون دوستت گوش نکن، اینا جزو کسانی هستن که میگن حالا 6 ماه یه بار میفرستیم. معمولا قبل از اینکه بخوان برای ما پول بفرستن، یه قضایی، یه بلایی، یه جایی از یه جا میاد، پول ما رو میدن به اونا، شما ماهیانه بفرست. در اصل این دوستمون نتونست و بعد به من قول داد، گفت برات میفرستم و اینها، دیگه هیچ خبری ازش نشد. دوستان به حمایت شما احتیاج داریم. اگر باور دارید که این تلویزیون مستقل هست، اگر باور دارید تلویزیون مستقل نیست و به یه جایی وابسته و از اونجا داره حقوق میگیره و نشسته اینجا که شما رو بچرخونه، عذر میخوام این حرفو میزنم، خب شما خیلی احمق باید باشید که نشستید تا من بچرخونم میتون اونجایی که به من پول میدن. ولی اگه باور دارید نه خیر، این میاد نظرش رو میگه، از رگویی من خوشنوم میاد، خب حمایت کن. من این خرجها نمیتونم، خرجها کمه ولی هرچی هم کم باشه، 20 سال من از سال 2000 و از سال 1998 تا حالا اومدم تو این کار، والا روزی که آمدیم دو تا بنز نو داشتیم، الان دو تا ماشین قرازه داریم. 20 سال این خرج و مخارج و اینها از جیب خودمون بوده و هست. الان کراوات هم دیدم یادم افتاد، روز پدر میگن فردای روز پدر شما. آها، این دوستمون آرش خان یکی از دوستان شیرازی ماست، جوونی که جامعه ایرانی باید بهش افتخار کنه. ایشون هم چندین بار قول داده ولی به قولش عمل نمیکنه، اب نداره. بله، میگن روز بعد از روز پدر شما
معمولا کراواتی رو که بچه ها بهت دادن میپوشی. ما به بچه هامون هم گفتیم کراواتی چیزی نمیخوان، یک کارت یا با دست خودتون بنویسید به من بدید بهتر از هر چیزی هست. دختر من دیروز این کارت رو به من داد، خیلی جالبه، نوشته که روز پدر هست، پدر بزرگ، و اگر مدتی هست که ما نگفتیم دوست داریم، منظورشون چون به اصطلاح خیلی با بچهشون مشغول بودن اینها، باز کن و ببین که ما دوست داریم. اینم با انگلیسی نوشته I love you، love هم علامت یک به اصطلاح قلب گذاشتن. در صورت جای شماها خالی، دیدن بچه و نوه و اینها بهترین به اصطلاح هدیه است و ما هم روز پدر رو سعی کردیم که استفاده کنیم. بله، اینجا برام داخلش نوشتن که اولین روز پدر بزرگ هم مبارک، چون این اولین سالی بود که بنده به عنوان پدر بزرگ هم جشن می‌گرفتم. خب بله، این هیپنوتیزم و چرچ و خالق خداکیست و کورپوریشن و ستاره داوود، برید راجبش بخونید ببینید اصلا چه مزخرفات، چه به اصطلاح خرافاتی پشتی هست که اینها از نمیدونم ستاره سدرن مثل کنم میشه زهره، نه کره زهره، اینقدر اینا مزخرف گفتن. بهتون گفتم که وقتی باهاشون صحبت میکنی یا عصبانی میشن یا ول میکنن میرن، قراره برن شبانشونو بیارن. معمولا شبانها چون از اینا بیشتر میدونن و اونها میدونن دارن دروغ میگن، اونها دم دم تله نمیدن. یه آقای بود شبان ناصری هم چیزی از آتلانتا میمد، اونم فوری در رفت. خب در رابطه با حمایت از تلویزیون مردم بارها گفتم میتونید برنامه داشته باشید در اینجا. و من اگه آرش هنوز اینجا هست یه گلهی بکنم، آرش جان روزی که تلویزیونای دیگه هیچ کدام به تلفن شما پاسخ ندادن، تلویزیون مردم و این همشهریت بود که بهت پاسخ دادن، ولی امروز که پولدار شدی وضعت خوب شده توی اون تلویزیون‌ها برنامه میذاری. من حتی چندین بار بهت گفتم بابا اون برنامه ها رو اینجا بذار برات بازپخش کنیم که هم اگه شما کمکی میکنی هم ما هم به اصطلاح خجالت نکشیم بگیم یه کاری انجام دادیم. شما هم همش وعده وعید و این کار صحیحی نیست. اگر یه نفر بگه من متاسفم وضع مالیم خوب نیست، این خیلی به اصطلاح بهتره تا اینکه هی به یه نفر شما بگی همینجا وایسا من فردا میام، همینجا وایسا من فردا میام. آمریکایی‌ها میگن دیگه پرامیس پرامیس پرامیس. خب امروز روزیه که گله میکنم. دوستان حالا میگن تو کی گله نمیکنی؟ دوستان از اونایی که گله میکنن راضی به اصطلاح ممنون باشید. تمام این خوبیای دنیا به خاطر افرادی هست که گله کردن، بی تفاوت نگذشتن، حتی از دوستانشون ایراد گرفتن، نگفتن آقا حالا این که پادشاه یه دروغ بگه اب نداره، بعدم نگفتن آقا حالا آقای رضا شاه هم رفت سینه زد اونم اب نداره. میگم آقا خانم شما چی داری میگی که رضا شاه آخوندا رو از بین برد؟ سر دو سه تا مسئله با دو سه تا آخوندا کج افتاد. این چه کار داره با هزاران آخوند که در ایران بودند و آخوندا رضا خان رو رضا شاه کردن؟ ویلا این بیچاره باید رئیس جمهور میشد. باور کنید هنوزم مثل آتاتورک توی ایران احترام خاصی داشت. البته بعدم لابد مثل این مردکه اردوغان یکی میومد. میدونید که الان اردوغان قشنگ داره اینو برمیگردونه به همون عثمانیان، با توجه به اینکه میخواد عثمانیانی باشه که مسلمانی و نادانیش خودش هم توش هست. خب منوچه اداره تلفن تریاک مجانی داشتن برنامه فروش کتاب رو گفتم. و اما دوستان کسی خانمی به نام فرشته انشاء رو میشناسه؟ گویا ایشون دختر خاله یا دختر خواهر دختر خاله امیر عباس و هویدا بوده. من این سعادت رو داشتم که دو یا سه بار تلفنی با آقای فریدون هویدا مصاحبه کنم، ولی ایشون سلامتیش اون موقع که دیگه من باش آشنا شدم اینا اجازه نمیداد که چند دقیقه صحبت کنیم، بعدم که دیگه فوت شد. ولی خانم فرشته انشا رو نمیشناسم. یکی از دوستان گفته فرشته انشا و وجیهه معرفت منشی مخصوص هویدا، اگه اینا رو بتونیم پیدا کنیم به اصطلاح بد نیست. و اما این کیم جونگ اون هست، مردکه عقب افتاده. آدم یه وقت میگه خب این جوونه، این موزیکای آمریکایی گوش میده، این پسر
رئیس جمهور که چه عرض کنم، اینا دیگه از سلطنت‌های مال ما هم افتضاح‌ترن. اسم خودشون میذارن رئیس جمهور، ولی رئیس جمهورای مادام العمر، تازه بعدم این وراثت کثیف به بچه‌شون میرسه. این جیم اونگ نمیدونم یه جوکی بود میگفت نمیدونم کون چون تانگ چون تانگ، ادای این اسمای مثلا رفسنجانی رو میگفتن جیب چون بانگ، یعنی جیبش انقدر بزرگه. اون یکی دیگه چاق بود میگفتن کون چون تانگ، یعنی انقدر. اینم حالا کیم جونگ اون 29 میلیون پوند که تقریبا 30 چند میلیون دلار میشه برای خرید سیگار فقط هزینه کرده. ببینید حالا اینها تازه تو کشوری هم هست که میگه کمونیستیه و مساوات و برابری هست، مردمش از گشنگی دارن میمیرن، یه جایی اصلا برق و روشنایی نداره. خب یکی از دوستان برای من نوشت که سوربی الان برنامه زنده داری؟ اون موقع چند ساعت مونده بود؟ نوشتم نه خیر، خودم زنده هستم انشالله، امیدوارم چند ساعت دیگه با شما باشم. گفت بسیار عالی، پس لطف کن قبل از برنامه به من یادآوری کن. برایش نوشتم دوست عزیز، قبل از برنامه من میپرم توی حمام، یه دوشی میگیرم، میام اینجا، هزار تا فکر تو مغزمه و با وجودی که سالها این کار رو انجام میدم، نمیدونم دکترا هنوز وقتی میرن توی اتاق جراحی اونها هم ضربان قلبشون زیاد میشه، نمیدونم وکلا قضات اینا وقتی میرن تو دادگاه اونها هم ضربان قلبشون زیاد میشه، یا آدم عادت میکنه. اگه قرار عادت کنه، شاید من آدم نیستم، هنوز آدم عادت نکردم، وقتی برنامه زنده دارم یه شور و حال و یک ضربان و تپش قلب زیاد دارم. بهش گفتم من قبل از برنامه اسم خودم یادم نیست، حالا یادم باشه که بین 13,000 نفر روی فیسبوک برای شما بفرستم که قربانت گردم، چند دقیقه دیگه برنامه ما به اصطلاح میره رو اه و این توقعات بی جا نداشته باشیم از هم دیگه. بهش گفتم دوست از این کاغذایی هست بهش میگن پستید، یه کاغذای کوچیک هست بالاش چسب داره، الان بنویس ساعت برنامه سوربی در آمریکا اینه که در اونجایی که من هستم میشه 8 شب، 9 شب، 2 صبح، اینو بچسبون رو کامپیوتر و نگاه میکنی. ما اشکال بزرگمون اینه، میدونیم چی میخواییم، میدونیم چجوری، ولی نمیخواییم خودمون انجامش بدیم، میخواییم دیگران برامون انجام بدن. خب این میشیم دیکتاتور. در صورت اینم ماجرای این و عکس شاه و سوالی که از آقای عقیلی پور و آقای آریان پور دوستان کردن، هر کدوم از این دوستان لطف کنن جواب بدن به این. من این رو قبلا هم چندین بار این بر اون بر خونده بودم، معمولا دوستان سلطنت طلب بعضی وقتا یه چیزایی رو، حالا چه حقیقت داره چه دروغ، انقدر پخش میکنن و بهش افتخار میکنن که اصلا دل آدم رو به هم میزنه. اینجا نوشته پاسخ محمد رضا شاه پهلوی به گستاخی عربستان. سال 1338 به پلیس یک پلیس عرب در فرودگاه جده میزنه زیر گوش، ما میگیم توی گوش، نمیدونم چرا تهرونی هم انسان زیر گوش، به پیرمرد ایرانی که برای زیارت رفته بوده. محمد رضا شاه بیدرنگ سفیر عربستان رو احضار میکنه که خبر میدن سفیر عربستان در تهران نیست. شاهنشاه دستور میده سرکنسولشون بیاد، طرف اونو تو کاخ مرمر تو سالن انتظار، من توی حیات تنیس بازی میکردم. این رو دوستان شاهپور غلامرضا پهلوی گفته. حالا ببینید چه مملکت خوبی داشتیم، توی حیات داشته تنیس بازی میکرده، محمد رضا شاه ایشون رو صدا میکنه و گفت برو بزن زیر گوش سرکنسول عربستان، یعنی درست عین بچه های کلاس پنجم، کلاس چهارم، درست عین لاتلوت های کجاست، چاله میدون، اون زده تو گوش این، تام برو بزن تو گوش اون. من با تعجب گفتم ولی اعلی حضرت، جواب داد حرف نباشه، کاری که گفتم انجام بده. من رفتم زدم زیر گوش سرکنسول و برگشتم حیات. بعد چند دقیقه دیدم سرکنسول عرب با صدای عرعر از کاخ خارج شد. بعد از 5 روز مراتب عذرخواهی کتبی و رسمی شاه عربستان از شاهنشاه و مردم ایران به تهران رسید. اینم گفتگوی شاپور غلامرضا پهلوی بود. دوستان بذارید من براتون یه چند تا مثال بزنم که خودتون وارد بشید. من از زمان ریگان، بعدش رئیس جمهور اون بوش بزرگ و اینا، اینجا هستم از سال 86 دیگه. کلینتون، ببینید تو هر دوره‌ای این آمریکایی‌ها
کشورهای مختلف دنیا برای شهروندش یه اشکالاتی پیش میاد. حالا این اشکاله یا قانونیه، یا یکی بهشون تجاوز کرده، یکیشون حقشون خورده، یا آمریکا یه کار خلاف کرده. در هیچ دوره‌ای از این ریاست جمهوری‌ها نمی‌بینید یکی از اینها انقدر احمق باشه که به برادرش بگه برو اونو بیار بزن تو گوشش. کلینتون یه پسری نمیدونم رفته بود سنگاپور، رفته بود مالزی، یکی از این کشورهایی که خیلی ترتمیزه، اگه شما آدامس هم بنداز زمین جریمت میکنن، شلاقت میزنن اینها. و این آقا پسر فکر کرده بود اینجا نیویورک، ورداشته بود با اسپری رنگ پاشیده بود روی ماشین مردم، یه کاری کرده بود، یه چیزی نوشته بود. دولت اونجا، قانون اونجا گفته بود ایشون باید 50 ضربه شلاق بخوره. پدر و مادر این بچه ما میگیم مثل گندم برشته توی مایتابه میپریدن بالا و پایین، به همه دری زدن، به آقای کلینتون، به رادیو تلویزیون ها، آقا به اینا بگو که این بچه ما رو نزنید. کلینتون گفت که پسر شما قانون اون مملکت رو شکسته. نه که بیا اینجا ببینم، برو یکی بزن تو گوش اون، یکی هم بزن تو کون اون، اونم بنداز بیرون، ولی آخر شب هم به علم بگو دو دختر جوان برای من بیاره. خجالت بکشید سلطنت طلبا، خجالت بکشید از خودتون که شاه سوئیس رفتتون این بود، دیپلم نتونست بگیره، باباش رو دغمرگ کرد. باباش بارها گفته بود ای کاش این اشرف به اصطلاح پسر بود، گویا اشرف یکم بزرگتر بود، دو سه دقیقه زودتر دنیا آمده بود، اینا دو قلو بودن. و این همش مکافات و بدبختی. حالا تازه اون اشرف چه تاج گلی به سر رضا شاه زد، زنی که در اروپا شده بود کارتل قاچاقچی ها و اینها. در صورت دوست عزیز سعید گرامی، چشم، من این رو پرسیدم، میپرسم از دوستان، هر کسی میخواد درباره این افتخارات اینجوری پادشاه ما بیاد توضیح بده، که کم هم نیستن، ماشاءالله از این افتخارات تا دلت بخواد داشتن. خب ببینیم که دیگه براتون چی نوشتم. عکس شاه و عربستان رو براتون نشون دادم، ماجرای پسر آمریکا در زمان کلینتون. و الان شما اگه دقت کنید توی زمان اوباما این اتفاقایی که میفته، خب آمریکایی‌ها یه دفعه شور حسینی به سرشون میزنه، آقا این پسره اومده 49 نفر گی کشته. نمیگن آقا پارسال یه مسیحی رفت توی کلیسای مسیحی‌ها 9 نفر سیاه‌پوست رو کشت، میگن اون پسره توی دوران جوانیش مغزش اشکال داشته. و اونایی که شور حسینی میزنه تو کونشون، ببخشید چون شور حسینی تو سر که نمیزنه، تو سر مغز، فکر، منطق، شور حسینی اون زیر پیرا میزنه، حالا یا زیر شکمه یا نمیدونم. در هر صورت میگه آقا بیا به اینا بگو اینها اسلامی ها و رادیکال و تندرو هستن. اوباما ببینید 7 سال 8 سال داره مقاومت میکنه، نمیگه برو بزن تو گوشش، اینو نمیگه. چرا؟ به این میگن سیاست. میدونه که اگر اومد گفت اینها رادیکالای اسلامی هستن، کلمه اسلام رو آورد، 1.6 بیلیون و 600 میلیون مسلمان جبهه میگیرن در قبال کی؟ در قبال آمریکا. اون وقت شما با چه روی، با چه بیلیاقتی، با چه بیسوادی میان یک کاری رو که این اشتباه کرده میگن بابا برو خاک رو گوهش کن، اگه گوه کرده الان آفتاب میخوره بوگندش همه رو اذیت میکنه، خشک میشه، بعد باد میاد همه رو مریض میکنه، برو گوه رو، برو خاک رو گوهش کن. اون گوه زده، شما میرید همش میزنید، خب کار دیگه بلد نیستید، خوشتون میاد از بوش، میرید همش میزنید، خجالت بکشید. اینم از این خاطرات علم در 6 جلد. اون روز من جلد اول کاغذشو در آورده بودم و وقتی نشون دادم گفتم که اینجوریه، دوستمون گفت اینا باید 7 جلد باشه. گفتم نه، این جلد اول من کاغذشو در آوردم 6 جلده و
میدونید علم یه سال قبل از انقلاب مرده، سال 1356، و خاطراتش هم از روزی که شروع شده بود تا سال 1356 تو کتاب جلد ششم هست. آخر کتاب جلد ششم هم اون هم خودش هم دوستمون که به اصطلاح اینا رو تدوین کرده، ویراستاری هرچی کرده، نوشته که این آخرین است و خداحافظی کرده و اینا. در هر صورت این کتابا از کالیفرنیا به تلویزیون مردم، به کتابخونه مردم، به کتاب فروشی مردم هدیه شد، شد کتاب مردم یا کتابهای مردم. Guess what؟ فکر میکنید چی شد؟ دوباره امروز صبح برگشت رفت کالیفرنیا تا به دست دوستمون برسه، آقای هوشنگ ترسو. ممنون و متشکرم هوشنگ جان، از رسید این کتابها من رو مطلع کن. من با تلفنت حتی اون تراکینگ نمبر رو هم گذاشتم که به اصطلاح شما این رو روی اینترنت اگه بزنید بهتون میگه الان توی پستخونه مکلرنه، بعد میره هندون، بعد میره دالاس ایرپورت، بعد میره اونجا. اون خانم من گفت این 3 تا 5 روز طول میکشه برسه، ولی معمولا هر چی اینا میگن این بسته ها زودتر میرسه. بازم ممنون و متشکرم از آقای هوشنگ که خودش رو هوشنگ ترسو میدونه. منم باهات موافقم، چون من و تو اگه ترسو نبودیم ول نمی کردیم بیایم اینجا، وای میسادیم اونجا. اگه باورمند بودیم اونجا یه کاری انجام میدادیم، اگر به این باور. و اما میدونید که خیلی ها وقتی یه چیز جدید میاد اون چیز قدیمی رو به اصطلاح ول نمی کنن یا درباره شعر میگن. اگر شما ماشین رو یک وسیله جدید بدونید، اسب و خر و الاغ و اینها رو میشه بگید همین ماشینی بوده که ما رو به جا به جا میبرده و میآورده و اونها به اصطلاح وسیله حمل و نقل قدیمی هستن. بذارید ببینم من این دوستمون که این رو فرستاده میتونم پیداش کنم. آها، هنری اون وقتا زیادتر چیز میفرستاد، الان کمتر، هیچ عیبی هم نداره، هر چیزی کمش بهتره. دیدید این یه دو سه تا چی هم میگن کمش اینجوریه، اون مثلا دیدید زعفران و طلا و الماس و اینا اگر مثل خاک زیاد بود هیچ کسی براش ارزشی قائل نمیشد. بشنویم با هم این شعر رو، 3-4 دقیقه است. البته خب خود این دوستان میدونید شعر و نوشتن و اینها یه مقداری توش اغراق میکنن، یه مقداری اگزاجوریشن میکنن تا اون به مزاق من و شما بیشتر بسازه. ولی اینکه این دوستمون اینجوری روون و ساده و به زبان من و شما شعر میگه، خود این قابل ستایشه. بشنوید و ببینید. ببینن اوپن، ببخشید اینجا. خوش آنان که ماشین را ندیدند، سوار خر به مقصدها رسیدند. خوش آنان که والد خرشان بود، کنار در طویله درشان بود. چه خوش بود روزگار خر سواری، درشکه بود و اصلی بود و گاری. خوش آنان که ماشین را ندیدند، سوار خر به مقصدها رسیدند. خوش آرام که والد خرشان بود، کنار در طویله درشان بود. چه خوش بود روزگار خرسواری، درشکه بود و اصلی بود و گاری. خوش و پرس رضاخان در خرش بود، دو کابین رجب کور از ترش بود. عوض نیسان میرزای شاکر، به گاری بسته می شد جفت قاطر. نه کس در خانه اش پارکینگ خر داشت، نه از بیمه نه از لاستیک خبر داشت. نبی خود کس به خرها گیر می داد، نه یک خر ادهی را زیر می داد. خری راه خری را سرد نمی کرد، چرا قرمز را خری رد نمی کرد. راننده خر حواسش ترک نمی شد، کسی با خر به در رد پرت نمی شد. کجا تا حال شنیده کس خبری، که خورده شاخ به شاخ خری به خری. سفر با خر اگر چه که دراز بود، ولی کوتاه‌تر از صف‌های گاز بود. نه از بنزین نه از گاز بود خبرها، نداشتیم دود در اکسوز خرها. اگر هم اکسوز خری گشاد بود، کمکی باز به تولید گشاد بود. خدایش خرسواری خیلی خوب بود، کلاج و ترمزش یک تک تک چوب بود. نه تک چرخی نه بیراجی نه بوغی، نه سبقت نه ترافیک شروعی. نه خرتازی خر بود در بیابان، نه سرعتی خر بود در خیابان. همه از خر می کردیم استفاده، نداشتیم این همه فیس و افاده. خر پولدار و بی پول مثل هم بود، اگر هم خر نمی داشتی چه هم بود.
فقط کولر نبود به روی خرها، ولی سر بود به دودا بوی خرها. هر مشتی رجب با این که شل بود، به کوچه مثل آژانس محل بود، به رخی بسته بود بر در باغش، با کار داشتی میرفتی به سراغش. خر ما پالونش بسیار شیک بود، با اوصار فرمونش هیدرولیک بود. اگر چی جنس پالونش نمد بود، سواریش بهتر از هر ال نمد لوگان از سوز نبود کاه بود سوختش، ولی بنده میزد بابا فروختش. به جای این همه سیستم و سیدی، فقط عرعر خر میشنیدی. در اینجا گفته باشم تا بخندی، خر ما عرعرش بود مثل اندی. صدای مچخر دوستم دفومن شبیه بود به صدای کامران و هومن. اما دهدی چه خوش بود روزگارش، امیدوارم بشیم بازم سوارش. مهدی عمو مهدی بخشی. بله آقای مهدی بخشی، و میدونید که در مثل و طنز و اینها میگن مناقشه نیست. اندی با یک خواننده ترکی یک نواری رو درست کرده، موزیکی رو، و امروز برای من فرستاده. دوستان من دیگه نمیدونم واقعا به کی، به چه زبونی به شما بگیم. تو رو به جدتون، وقتی میخواییم فیلم بگیرید با دوربینتون، این دوربین عکاسی یعنی تلفنتون رو عمودی نگه ندارید. اگه بله یک فیلمیه، یه ساختمان بزرگی عمودی، فیلم های معمولی افقی نگهش دارید. حالا براتون میگم چه محاسنی داره، مخصوصا اونایی که آیفون دارید. میدونید آیفون هم میکروفونش هم بلنگوش زیرش هست، درسته؟ شما وقتی که افقی این رو بگیرید ضبط کنید، اولا دو بغلش سیاه نمیشه، تمام صفحه رو استفاده میکنید. آقا خانم، تمام صفحه، تمام تلفن مال شماست، از تمامش استفاده کن. عمودی اینجوری بگیرید، افقی. بعد وقتی که شروع میکنید این دکمه ضبط رو میزنید، این دستتون رو اگه اینجوری بگیرید، اونی که داره حرف میزنه صداش میخوره به دست شما، میره داخل این. در صورتی که وقتی شما فیلم رو اینجوری میگیرید، اونی که داره حرف میزنه صداش میاد میره، و این بلند، این میکروفون هم این زیر بیخاصیت، صدای همه اطرافیان میاد. اینو قشنگ اینجوری بگیرید، دستتون اون قسمتی که ضبط میکنه، اون دکمه فشارش هست، نگاه کنید. اون جایی که میزنید چارج میشه، سوراخ‌های متعددی هست. اون چند تا سوراخ کوچولو که هست این میکروفونه، چند تا سوراخ بیشتر که هست اون بلنگوه. این رو اینجوری بگیرید، دستتون هم اینجوری قشنگ صدا رو میگیرید. مردیم و ما، نمیخوام بگم شما آدم نشدید، مردیم و شما فیلمبردار نشدید. مرسی. این دوربین های فیلم برداری و عکاسی تلفن ها، باور کنید از این دوربینی که من دارم بهتره، چون این دوربین مال چند سال پیشه، آنالوگه، یه قسمتش دیجیتاله، اینا 100% دیجیتاله. یعنی با اون ذره بین ریزه کوچولویی که داره، از این ذره بین بزرگ قدرتش بیشتره. چی بگیم والا، یاد نمیگیریم دیگه، نمیخوام یاد بگیریم. ما افتخارمون اینه که والا شب صدای بچه‌ها زد، گفت برو بزن تو کنمون یکی. حالا هم خودمون همین کار میکنم. تو ایران هم که بودیم میگفتیم برو بزن زیر کلاه این داتیه، یه مش آدم نمیدونم عقده‌ای، خنگ. چی بگم بهتون که بعدتون بیاد، بلکه به فکر بیافتید. خب بچه‌ای نزد استاد معرفت رفت، و نمیدونم اینو براتون قبلا گفتم یا نه، ولی امروز داشتم دنبال شماره تلفن هوشنگ میگشتم، بعد دیدم این دوستمون این رو برای من فرستاده و جایی ننوشتم یا نخوندم. نوشته به جهل و نادانی بیشتر به اصطلاح پی ببریم. بچه ای نزد استاد معرفت رفت و گفت مادرم قصد دارد. بذارید ما اینم براتون بفرستیم پخش بشه، هم شماره تلفن هم ایمیل، هم اونجا بیاد، شما هم میتوانید برنامه داشته باشید. اینقدر مفتخور نباشید بشینید دیگران براتون برنامه بزن، بیاین خودتون حرف بزن. بچه ای نزد استاد معرفت رفت و گفت مادرم قصد دارد برای راضی ساختن خدای معبد و به خاطر محبتی که به کاهن معبد دارد، خواهر کوچکم را قربانی کند. لطفاً خواهر بیگناهم را نجات دهید.
استاد سراسیمه به سراغ زن رفت و با حیرت دید که زن دست و پای دختر خردسالش را بسته و در مقابل در معبد قصد دارد با چاقو سر دختر را ببرد. جمعیت زیادی زن بخت برگشته را دور کرده بودند و کاهن معبد نیز با غرور و خونسردی روی سنگ بزرگی کنار در معبد نشسته و شاهد ماجرا بود. استاد به سراغ زن رفت و دید که زن به شدت دخترش را دوست دارد و چندین بار او را در آغوش می‌گیرد و می‌بوسد، اما در این حال می‌خواهد کودکش را قربانی کند تا بت اعظم معبد او را ببخشد و برکت و فراوانی را به زندگی او ارزانی دارد. استاد از زن پرسید که چرا دخترش را قربانی می کند. زن پاسخ داد که کاهن معبد گفته است که باید عزیزترین پاره وجود خود را قربانی کنی تا بت اعظم او را ببخشد و به زندگیش برکت جاودانه ارزانی دارد. استاد تبسمی کرد و گفت اما این دختر که عزیزترین بخش وجود تو نیست، چون تصمیم به هلاکش گرفته ای. عزیزترین بخش زندگی تو همین کاهن معبد است که به خاطر حرف او تصمیم گرفته ای دختر نازنینت را بکشی. بت اعظم که احمق نیست، او به تو گفته است که باید عزیزترین بخش زندگیت را از بین ببری و اگر تو اشتباهی به جای کاهن دخترت را قربانی کنی هیچ اتفاقی نمی افتد و شاید به خاطر سرپیچی از دستور بت اعظم بلا و بدبختی هم گریبانت را بگیرد. زن لختی مکس کرد، دست و پای دخترک را باز کرد، او را در آغوش گرفت و آنگاه در حالی که چاقو را محکم در دست گرفته بود به سمت پله سنگی معبد دوید، اما هیچ اثری از کاهن معبد نبود. میگویند از آن روز به بعد دیگر کسی کاهن معبد را در آن اطراف ندید. هیچ چیز ویرانگرتر از این نیست که متوجه شیم کسی که به آن اعتماد داشته ایم و تنها اعتماد داشته ایم عمری فریبمان داده. در جهان تنها یک فضیلت وجود دارد و آن آگاهی و خرد است، یک گناه و آن جهل و نادانی است. اینم از این. من اتفاقا از این دوستمون میخواستم بپرسم، آقای علی ترابی، شما جز اونایی هستید که باور دارید این آقای حضرت عیسی مسیح خود خداست یا باور دارید که عیسی مسیح پدر خداست؟ اگر عیسی مسیح پسر خداست، ببخشید، اگر عیسی مسیح پسر خداست، که این چه بازی زشتیه که خدا هر از چند مدتی انجام میده. ببخشید نمیخوام بگم بچه بازی، آخه بعضی وقتا میگیم برو بچه بازی در نیار، یعنی چی میگن، کارهای احمقانه انجام نده، ولی بعضی وقتا وقت به یکی میگه آقا بچه بازی نکن، مثل که این طرف اخلاقش فاسده. خدا یه سری میاد به آقای ابراهیم میگه برو بچه تو نمیدونم قربانی کن و که داستانشو میدونی، اونم ور میداره میبره بالای کوه و بعد یه بره میاد و همه این ماجراهای جنگای نمیدونم فامیلی و دینی از اونجا اومده. کی خدا میخواد یاد بگیره که باز نیاد یه کاری کنه، یه نفر دیگر رو بفرسه، اونم به این صورت عجیب و غریب. مریم حامله میشه، هیچ کسی وجود نداره تو اون طویله جز یوسف نجار. بعدن تازه میگه که نه، تو هم باید بیای به خاطر گناهان مردم خودت رو قربانی کنی. و این آقای حضرت عیسی، ببخشید اینو میگم، من اگر قرار اعدامم کنن خیلی باید ابله باشم که اون چوب اعدام رو خودم ببرم. میگم میخوای منو بکشی، چوبرم ببرم ولم کن، میشینم اینجا فرشتونم میدم. چوب گذاشته رو سرشو با اون وضع فلاکت و خار، تاج از درست کردن از خار رو برده و که همش مزخرف، همه داستانا دروغ. این برنامه بچه بازی رو خدا کی میخواد تموم کنه؟ اگرم حضرت عیسی خود خدان، چی شد بعد این همه سال تصمیم گرفت بیاد رو زمین، کره زمین رو انقدر بد کرده و انقدر انسانهای بد درست کرده، 33 سال گفت آقا نخواستم یکی بیاد منو بکشه؟ نکنید آخه،
یه آدمی بنده خدا نمیدونم عاشق بوده، بیکار بوده، نجار بوده، کارگیریش نیومده، اومده دو سه تا حرف خوب زده، چهار نفر دورش جمع شدن که میبینید همون چهار نفر هم خائن توش بوده. نمیدونم من که داستانش نمیدونم، این مزخرفات شام آخر رو نمیدونم، اون یکی رفت اشاره کرد اینه بیا بگیریش و از این. تو رو خدا اگه میخواین دین عوض کنید، برید بگردید دنبال خدایی که مستقیما با خودتون صحبت کنه، یا نتیجهش این میشه که شما هم دیوونه میشید، فکر میکنید یک کسی باهاتون صحبت کرده، یا خدا میگه آقا این یکی عاقله، گول اونا رو نخورد، من باهاش صحبت میکنم. مثل من، باور کنید امروز ساعت 9:10 دقیقه خدا با من صحبت کرد، شما قبول نداری؟ عجب آدم بی خدایی هستی. مگه خدا نمیتونه با هر کسی صحبت کنه؟ من دارم بهت میگم خدا با من صحبت کرده، به من گفت به کلیسا پول ندید، به مسجد پول ندید، به نمیدونم اینایی که اسم دین میارن پول ندید. یه چیزی هم آخر کار گفت به اینا بگو که نصفشو خودتون بردارید، نصفشو بفرستید تلویزیون مردم. حالا شما بازم کفر رو نمیدونم. این دوستمون که ارمنیه گفت آقا اگه میخوای راجع به دین و خدا صحبت کنی، خدا چی بهت بده؟ خدا صبر بهت بده. واقعا کار مشکلیه. ممنونم از بهروز عزیز که یک فیلمی رو فرستاده، آقایی به نام ناصر شاهین پر مصاحبه کرده، یا آقای خلیلی مصاحبه کرده. آقای خلیلی از بس این مصاحبه شما بخونید زیر یوتیوب، دوستان میگن آقا کی برنامه گذار بود، کی مصاحبه شونده بود، و گفتم بابا معمولا تلویزیونای ایرانی همین جوره. از خود منم ایراد میگیرم وقتی یه مهمون دارم، هی میگن آقا تو چرا زیاد حرف میزنی، نمیذاری آقای انصاری صحبت کنه، نمیذاری فلانی صحبت کنه، نمیذاری اون صحبت کنه. برای که ما ایرانی ها برنامه اون اینجوریه، برای که آقای خلیلی که مجری برنامه گذار و مجری تلویزیونی نبوده، بنده خدا از ایران دانشجویی بوده و اتفاق شهر ما درس خونده، آمده اینجا کتاب فروشی را انداخته و تو این برنامه هم خیلی قشنگ میگه این کتاب فروشی کار مشکلیه، اونم واقعا مثل همین تلویزیون داریه. بعضی ها میگن که گاو نر میخواهد و مرد کهن. من باید این شعر یه جوری عوض کنم که یه جورای بیمغزی و اینها میخواد، ولی کی میاد وایس اینجا اینقدر برای خودش دشمن درست کنه؟ هر کی هم که بهش میگه آقا حرف حق میزنی، آقا خوب کردی، آقا به من کمک کردی، اونم هیچ کمکی نمیکنه. خب این شعره که میگه ما ز یاران چشم یاری داشتیم از کجا اومده؟ از اینجایی که یاران نمیکنن کاری که باید انجام بدن، یاران از دشمنان بدترن. اون شعری هست که این بهایی ها میخونن، فکر کنم مال حافظه، که میگه مشکل من از دشمنان نیست، چون شما در مقابل دشمن آماده هستی، گاردتو گرفتی. میگه که هرچه میکشم از دست یاران هست. اینم از این. و اما اینجا نوشتم بوک فور سیل، حتما این کتاب ها رو بهتون نشون بدم. و یه عکسی رو یه دوستی برای من فرستاد از طریق ایمیل، از طریق فیسبوک، خیلی عکس جالبیه. اولا اجازه بدید که من به این شخصی که نشسته اینجا و اگه حقیقت رو میگه که حاضره برای، یعنی داره دنبال کار میگرده، واقعا بهش آفرین بگیم. و همینجا من بپرسم این کسی که اومده با افتخار نشسته کنار پیاده رو و دنبال کار میگرده، به نظر نمیاد معتاد باشه؟ مشکلم این سیگاره چیه گذاشته اینجا؟ نوشته کار منزل انجام میدهیم هر ساعتی هر کاری، یه چیزی نمیدونم. بعد شماره تلفنم نوشته. آخه شما چرا شماره تلفن رو ور میداری؟ این بنده خدا اومده توی پابلیک، توی خیابون گذاشته. آخه شما فکر میکنید اینو مثلا لطف کردید بهش؟ دزدی نکرده که شما یه چیزی بزنید رو چشمش شناخته نشه؟ تازه اونم کار غلطیه. دزدی رو که گرفتن، پلیس گرفتتش، آوردن تو دادگاه، شما میای رو چشمش یه عکسی میزنی. بله اون مال موقعی بوده که تا قبل از این که اتهامش ثابت نشه، محکوم شمرده نشه، باید توی روزنامه و فلان نباشه. ولی این آقا اومده کنار خیابون نشسته، دست نیاز دراز کرده به مردم، دست نیازم دراز نکرده، تو فکر زندگیشه. نوشته که کار منزل انجام میدهیم
شماره گذاشته، شمارهشو بذارید، شاید یه نفر از این ور آمریکا بهش زنگ بزنه بگه آقا شما اگه تو تهران هستید، تو شیراز هستید، من یه کاری دارم اینجوری شما انجام بده، روزانه از فلان کس مراقبت کن، بهت پول میدم. بذارید این ارتباطات باشه. چیه شما فکر میکنید با پوشوندن این اقدام انقلابی، انقلابم والله دیگه اسم خراب شده، از بس آخوندها هنوز دادگاه انقلاب رو باز گذاشتن و هی میگن ما انقلابی هستیم، دیگران رو میگن زن چی میگه؟ چی گفت خدا بهت؟ گفتم که علی جان خدا گفت به این به کلیسا آخوندها به هیچ کسی بابت من پول ندید جز سربی و تلویزیون مردم. اینو خدا به من گفت، خودش به من گفت، در گوش من گفت. علی یه چیزی تو به من بگو ببینم، چجوری تو هنرستان انقدر معروف شده بودی که رشته ساختمان و تراشکاری و مکانیک و برق و اینا همه تو رو میشناختن؟ یادم میاد چند سال پیش این بنده خدا جهان قشقایی زنگ زد به من گفت سوربی میدونی که من و تو با هم همکلاس بودیم؟ گفتم نه یادم نمیاد، چون قشقایی و زاره و اینا فامیل زیاد داشتیم، شما کدومش بودی؟ گفت نه ما هم مدرسه‌ای بودیم. گفتم آها خب حالا دیگه خیلی، اون وقتا چند نفر تو هنرستان بودن؟ 1000 نفری فکر کنم بودن حداقل. و نه نمیشناسم اینا. گفت ببین یادت میاد حاج معلم یه روزی کتک خورد از یه بچه‌ای؟ گفتم ها. گفت من اون بچه هستم. خب اونو شناختیم، خدا رحمتش کنه، از مام دلخور بود تا روزی که فوت شد، میگه چرا اومدی کالیفرنیا نیومدی خونه من؟ و تو به من بگو تو چجوری مشهور شده بودی توی این هنرستان؟ فکر کنم از بس بلا بودی، از بس اذیت میکردی، از بس جوک و جفنگ میگفتی. ساعت 3:30 است و نتونستیم امروز با آقای علی ترابی، ولی بهتر علی جان، چون بعدن میمدی از من دلخور میشدی، میگفتی آقا من انتظار نداشتم شما دوست منی، همشهری منی، اینجوری ما رو اذیت کنی. این از این. دوستان بریم سراغ کتاب خریدن و کتاب فروختن، یا یه ربع ساعت دیگه هم باز اینو بگیم. الان همه میگن آقا کتابو فعلا ولش کن، حرفای خودتو بزن، کتاب ممکنه مجبور بشیم پول بدیم ولی این مجانیه، ما میخوایم مفتی بخوریم. خب این دوستمون نوشته Slaving Native by British Photos. میدونید که انگلیسیا وقتی میان آمریکا، این به اصطلاح نیتیو، بومی رو میگن نیتیو، حالا یا آمریکا یا آفریقا، اینها وقتی رفتن ببینید چه به سر مردم آوردن، چه به سر اهالی اونجا آوردن. همین دوستانی که در استرالیا هستن هی از دولت استرالیا تعریف میکنید و اینها، برید بخونید سابقه اینها رو یه مقداری بیشتر، ببینید اینها چه کار کردن. استرالیا نسل مردم بومی اونجا رو یه وقت به اصطلاح چیز کرده، چی میگن، مثل نه مثل آقا محمد خان قاجار که اختش کردن، و با داروها و خوراکایی که به اینها دادن و نادانسته، یعنی اونها دانسته بدبخ، اونایی که خوردن نادانسته، نسلشون رو عقیم کرده، از بین برده. در اصل این عکس‌ها رو این دوستمون فرستاده که من هم نشون دادم و اینها هست. امیدوارم یه روزی شما مثلا درباره پیدایش بردهداری صحبت کنید، چون بردهداری برمیگرده حتی تو اسلام هم بوده، چون بردهداری اینجا گویا 400-500 ساله، ولی بردهداری تو اسلام هم بوده که حتی راجع به کنیز میگه چه کار میتونید با کنیز انجام بدید، چه کار میتونید با برده انجام بدید، نمیدونم برده اینجور اونجور. اگر این رو به صورت یه بحث چی میگن سیستماتیک در بیارید با این عکس ها خیلی قشنگ، یه چیز مستندی رو تحویل دوستان بدیم. درصد ممنون و متشکرم. هر بخشی از این نوشته به نظر شما درست نیست اصلاحش کنید و برای دوستانتان ارسال کنید. وقتی حضرت محمد به عنوان آخرین پیامبر خدا فرستاده خود را به دربار ایران فرستاد، ایرانیان هیجان زده با توهین به فرستاده، خب همین قربان از آقای آریانپور، گفت آفتاب آمد دلیل آفتاب، همین کاری که آقای شاه با عربستان کرد، بعد عربستان و کشورهای دیگه زدن زیرا بشه کشیدن، هنوزم داداش نادانش میاد با افتخار گفتگو میکنه که من رفتم زدم زیر گوش اون، که معلوم نیست که اگر روز کاری بوده این آقا چرا داشته تنیس بازی میکرده،
چرا کار زندگی نمی کرده، بیکار بیار همه می خوردن می خوابیدن. چیزی که از حالا این شاپرستا میگن خوردن اونا خوب بوده، خوردن آخوندا بد بوده. نه آقا، سگ زرد برادر شغاله، دوتاشون دزدی کردن، دوتاشون دزدی میکنن، دوتاشون دارن میخورن و دوتاشون تقاض پس میدن. ناراحت نباشی، شما اینقدر پولاتو جمع کن بشی فرح پهلوی، یه دفعه یه هندی بیاد جواهراتو برداره بره. اینقدر پولاتو جمع کن بشی شاه، هیچ جای دنیا راهت ندن. آخوندا شما هم همین کارو انجام بدی. والا اون شعری که میگه هان ای دل عبرت بین از دیده عبر کن، هان ایوان مدائن را آینه عبرت دان، اگر شما عبرت سرتون میشد که دنیا به این روز نمیافتاد. در هر صورت وقتی هیجان زده فرستاد و اون نامه رو پاره کرد و همین بهانه ای شد تا ایران به دست عمر فتح شود. نداشتن فرهنگ دیپلماسی و رفتار دیپلماتیک توسط ایرانیان در مقابل اعراب بادیه نشین همان شد که همه میدانیم. ایران زیر سم اسبان عربی تاخته شد. وقتی ایرانیان فرستاده و تجار مغولان را کشتند، صدها هزار کشته دادند و خاک ایران زیر نعل اسبان مغولی به آسمان می‌رفت. اینها هم اینجا هم ایرانیان فرهنگ دیپلماسی و رفتار دیپلماتیک در برابر مغولان اسب چران نداشتند. وقتی ایرانیان به سفارت روسیه تزاری حمله بردند، انتقامش را در عهدنامه ترکمنچای و گلستان پس دادیم. اینجا هم فرهنگ دیپلماسی و رفتار دیپلماتیک نداشتیم. وقتی به سفارت آمریکا هموارش حمله شد، تاوانش را طی 37 سال با تحریم و جنگ دادیم. اینجا هم وقتی 4 سال پیش به سفارت انگلستان حمله شد، تمام خسارتش را حتی شیشه های شکسته شده مشروبات الکلی را پرداخت کردیم. و چند وقت پیش که به سفارت عربستان حمله شد، تمام تاریخ یادم آمد چقدر باید خسارت بپردازیم. تاریخ برگشت سر نقطه شروع. نبود فرهنگ دیپلماسی و رفتار دیپلماتیک، ما اصولاً و بنیادین بلد نیستیم حرف بزنیم، مخصوصاً با جهانیان. یعنی زبان دیپلماسی در زبان فرهنگ ما تعریف نداشته و ندارد. حتی بین پدر و مادران و فرزندان و حتی توی این صفحات مجازی و توی خیابون وقتی ماشین هامون به هم میخوره، بین همسایه ها اول میزنیم توی سر و کله هم، بعد میریم سراغ قانون. جهان سر به سر حکمت و عبرت است. رمز پیشرفت آمریکا و اروپا میدانید چیست و از کجاست و راز عقب ماندگی ما هم از کجا ناشی میشود؟ یک مسلمان کنیایی سیاه پوست، حسین اوباما، به آمریکا مهاجرت میکنه. این غلطه. اسم باباش هم حسین بوده، ببخشید. پس ممکنه اینجوری باشه. و پسرش بعدن میشود باراک حسین اوباما. آره اینجوری بوده، اسم پدر آورده به نام اسم وسط. رئیس جمهور یک خانواده پاکستانی دستنگ در آخر دهه 60 میلادی به انگلستان مهاجرت میکنند. خانواده 9 نفره، 6 پسر و 1 دختر، متعلق به شهرداری زندگی میکنند. در خانه پدر راننده اتوبوس است و مادر خیاطی میکند. پسرشان که حالا 46 ساله است میشود شهردار لندن. مقاله نسبتا طولانیه ولی خیلی جالب، ممنونم. ضمناً اولین شهردار ایتالیا هم که حالا ننوشت بود مال کدوم شهره، یک خانمی به اولین شهرداری به اصطلاح منصوب که نه، اینا وقت منصوب میشه یعنی یک کسی نصبت میکنه اونجا، انتخاب شده. در صورت اینم جای خوشحالی داره. خب دوستان ببینم نمیذارن، همینجور چپ و راست میفرستن ایمیل و اینها. کتابخانه کتاب فارسی هم برامون فرستاده، ممنونم. آقای دکتر عقیلی پور و آقای تیمسار آریان پور، اگه لطف کنید درباره اون اتفاقی که افتاده و اون حرکت شاه به نظر شما حرکتی بزرگ منشانه بوده یا حرکتی چی میگن ناتدبیرانه یا بی سیاست معاوانه. اوکی خب اینو ببینیم که بی بی سی چی میگه. میگه که
همه پرسی بریتانیا پیشبینی های سال 1975 درست از آب در آمد، علامت سوالی. سال 1975 که در بریتانیا همه پرسی برگزار شد، حامیان ماندن در اتحادیه اروپا که آن موقع نامش اتحادیه اقتصادی اروپا بود، دو برابر حامیان جدایی از این اتحادیه بودند. اقلیتی که در آن همه پرسی شکست خوردن می گفتن روزی خواهد آمد. جالبه، چه حیف که دوستانمون، امید جان سلام، مرسی، امیدم اینجاست، چه حیف که دوستانی مثل خانم گیتی کاوه و اینها نمیخوان یک مبلغی رو هزینه کنن تا نظراتشون پخش بشه و الا میتونستیم در این مورد صحبت کنیم. امروز 20 و 23 که میشه پنجشنبه در انگلستان در این مورد نظر خواهی میکنن که جداشن از اروپای به اصطلاح EU یا بمونن. و اما باز بی بی سی نوشته که سازمان ملل آمار پناهجویان و بیجا شدگان از مرز 65 میلیون نفر گذشته است. این رو همین امروز نوشته. به گزارش آژانس عالی پناهندگان سازمان ملل متحد، تعداد بیجا شدگان در جهان بر اثر درگیری ها به مرزی کم سابقه رسیده است. این سازمان ملل حقیقت وقتی من یه چیزی ازش میبینم و میخونم و میشنوم عصبانی میشم. یه سازمانی، شما یکی از کارهای خوبی که این سازمان ملل کرده به ما بگید، یکیشو بگید، بگید این چی بوده اصلا، این سازمان ملل واقعا یا سازمان دوله، اونم چند تا دول مخصوص. اگر کسی خواست در این رابطه هم مهمان ما باشید و صحبت کنید. و اما خبر بعدی ببینم علی چی نوشته. خوب شد که نشد برنامه قطع و وصل میشه مرتب. این علی جان، آقای یزدان خداوندلو هم بالاخره به این نتیجه رسید دوستان کامپیوتراتون رو، مودم و راوتر رو هر از یه هفته‌ای، اولا اگه میتونید هر روز یه خاموش روشن کنید، مثل این میمونه که تو آمریکا هر روز میریم دوش میگیریم. حالا اگه نمیشه اقلا مثل ایران که هفته یه بار به زور کتک و تشویق بلند میشدیم میرفتیم حمام، این کامپیوترتون رو، راوتر خونتون رو، مودمتون رو یه لیف و صابون بزنید. دیدید چند هفته هی ما با این آقای یزدان خداوندلو میگفتیم آقا شما اینجوری تصویرت داره خراب میشه. ایشون میگه نه خیر، من با دوستان صحبت میکنم درست. ما هم دیگه ساکت شدیم. ولی خودشون الان به این نتیجه رسیدن، قبل از برنامه کامپیوترشون رو خاموش روشن میکنن، راوتر رو خاموش روشن میکنن، مودم رو خاموش روشن میکنن. مخصوصا ما ایرانیایی که به وبسایت‌های ایرانی سر میزنیم که بیشترشون از روسیه و از چین و از کشورهای مثل نمیدونم کره و اینها گرفتن. راستی کره اعلام کرده که دوباره به اصطلاح یه سری اطلاعات دست اینایی که هک میکنن افتاده. و اما یه چیزی به عنوان طنز براتون بخونم که خیلی هم از این نقنق کردن من ناراحت نشید. این رو یک روزنامه یا نشریه به نام انصاف نیوز نوشته و نوشته که طنز 19 خرداد مورد ده روز پیش نوشته که کشف ژن اعتدال در خون آریایی. یعنی دیگه از این بهتر من نمیتونستم خبری به این دوستان آریایی، فرزندان کوروش اینها که هر کدومشون هم نگاه میکنی یا شبیه مغولا هستن یا شبیه نمیدونم یه جایی از اینایی که یک کسی حمله کرده، ولی اسمشون رو میگن ما نمیدونم فلانی هستیم، فرزند کوروش هستیم. بمانه اب ندارم. یاشار تاج محمدی در نیم ستون طنز انصاف نیوز نوشت: وقتی بچه بودم و کسی ازم میپرسید که دوست دارم در آینده چه کار کنم و چه کاره بشوم، میگفتم میخوام کلانتری باز کنم، کلانتری بزنم. خب کوچولو بودم نمیدونستم که خصوصی سازی حتی اگر مدارس و دانشگاه ها و بیمارستان ها و رو در خودش ببلعه، لیکن دیگه کلانتری قرار نیست به بخش خصوصی واگذار بشه.
اخیراً شنیده شد که در مجلس زرت و زورت فراکسیون تشکیل میدهند و با نام‌های متنوع و گوناگون. یحتمل این عزیزان هم در کودکیشون یه جورایی مثل من بودن و دوست داشتن وقتی بزرگ شدن فراکسیون بزنن، هر کدام به دلایل خودشون. مثلا یکی رفته عضو فلان فراکسیون بشه و راه ندادنش، شاکی شده رفته یک فراکسیون زده، هیچ کس راه نداده. یا مثلا یکی زنش بهش گفته شوهر سغرا خانم تو مجلس فراکسیون داره، تو هم برو یکی بزن، مگه چی کم داری؟ یک مدل هم اینجور که یک عده میان وسط یه دعوا رو میگیرند و میگن ما وسطیشیم، حالا هر چی که هست مهم نیست، ما وسطشو میگیریم میریم جلو. غالبا هم با مزاج ملت موافق است و مطبوع طبع ملایمشونه. از قدیم ندیما در خون پاک آریایی ما چنین جنهایی متوسط خواهانه وجود داشته. مثلا پدرامون در انتخاب بین اینکه کولر تابستونا روشن بشه یا اینکه کلن جمعش کنیم بذاریمش توی انباری، راه میانه ای را پیش روی ما میگذاشتن و اون این که کولر کلن جمع نمیشه ولی روشن هم نباید بشه. و خب چی از این بهتر؟ یک راه میانه، یک انتخاب عاقلانه. در مورد وضعیت شرکت در انتخابات هم ما همیشه بین سقف مطالبات و عدم شرکت راه میانه رو در پیش گرفتیم. خلاصه که از این مثال ها زیاده. در مجلس هم مثلا یک فراکسیون مخالف شلاق خوردن کارگرانه و یک فراکسیون موافقه. در اینجا فراکسیون متوسط طلبان می آیند و وسط و می گویند نه افراد نه تفرید، راه حل ما اینه که کارگران شلاق نخورن ولی حقوق عقب افتادهشون را هم نگیرن. این به اون در دعواها هم می خوابه، همه هم راضی و سلام. در مجموع انسان وقتی یاد مجلس قبلی می افته به خودش میگه بابا این مجلس جدیدی ها هرچی باشن ما قبول داریم، اصلا یه دونه فراکسیون بزنید تنشم هرچی خواستید تصویب کنید، همین که فوش نمیدید، همین که کسی رو تهدید به مرگ و سیمان و فلان نمی کنید خوبه. اصلا ما هم فراکسیون وسطیم، نه مجلس قبلی رو قبول داریم نه مجلس ششم، همین طوری خوبه، راه وسط را بگیرید برید جلو، خیلی هم عالیه، تو No difficulty Best out of the best. No difficulty یعنی مشکلی نیست، best of the best هم یعنی شما بهترین بهترین ها هستید. اینم طنز بود ولی نمیدونم، والا بعضی وقتا ما هم طنزامون خیلی با مزاج، یعنی طنزای اونا با مزاج ما جور در نمیاد. خب دوستان میدونید که درباره ماه رمضان این دوست ما هم مقالاتی رو فرستاده، هم عکس و ویدیوهای فرستاده، یه عکسی هم فرستاده که اینجا نوشته، اجازه بدید بهتون نشون بدم، نوشته که منظره مسلمانان بعد از افطار در یکی از خیابان‌های برلین. اتفاقا توی آلمان یه عکسی دیدم که یه جایی مسلمان‌ها واسدن نماز جماعت و حتی خیابون رن ولی پیاده رو بند آورده بودن. بعد خیلی هم می نوشتن خاک تو سر آلمان که چیز نمی کنه و اینها، من این رو نوشتم. ببینید دوستان، اینها، این عکسایی که می بینیم، این حرکاتی که می بینیم، درست مثل اینه که اون موقع اون سالها فرانسه یا فرانسوی ها در الجزایر و مراکش، انگلیسی ها در هندوستان و جاهای دیگه دنیا، آمریکایی ها در کشورهای دیگه، این حرکاتی رو که اینا انجام میدادن درست عین این حرکاتیه که به نظر ما عجیب و غریبه. شما، من خودم دو بعد از ظهر از هنرستان با دوچرخه با تورج قهرمانی میومدیم، برای که میون بار باشه از تو بازار میرفتیم، توی بازار که رد می شدیم نصفی از این بازاریا همونجا خوابیده بودن، سرد و سنگ سرد و اینا، راحت خوابیده بودن.
برای ما عجیب نبود، برای ما عجیب نبود. این تصویری رو که شما اینجا میبینید امروز به نظرتون خیلی عجیب میاد، مثلا یکیش این کثافت کارتون و ظرفا و اینهاست، اینا رو تو ایران میدیدیم، تو کشورهای دیگه میدیدیم، برامون عجیب نبود. عجیب وقتی که توی این کشورها میبینیم. و بذارید پای این که این کشورها الان دارن سزای کار گذشتهشون رو پس میدن، کارهایی که شما تو همون ایران برید ببینید اینا چه کارا میکردن. شب مثلا آمریکایی مست میشده دست زن طرف رو تو خیابون میگرفته، بل حق نداشته طرف شکایت کنه. وجود خمینی و سر صدای آخوندا هی نیان با حماقت بگید که انقلاب رو از ما دزدیدن. یه عکسی از زده اونجا نوشته جمهوری اسلامی، 40,000 نفر تو این عکسه وایسادن. بعد طرف میگه آقا کی ازتون دزدید؟ چی دزدید؟ شما کی رفتید به انقلاب پیوستید؟ همین احمق شهشانی میگه کسی خمینی رو نمیشناخت. میگه احمق تو سواد نداری نمیشناختی خمینی. حالا که دیگه دارین خودتون میگین که از زمان کندی هم توی سیاست بوده، ولی برید ویدیوهاشون پیدا کنید نگاه کنید، میگه آقا تا 4-5 روز قبل از خمینی کسی نمیشناخت. این حرفا چیه؟ مزخرفات چیه؟ اون کارا رو کردن این دولت ها توی کشورهای دیگه، مردم رو عصبانی کردن. یکی از جوک میگه، یه هندیه برای انگلیسی ها، اتفاقا تو انگلستان بود، میگه شما آمدید کشور ما هر کاری دلتون خواست کردید، بعد که ما رو بدبخت و بیفرهنگ، حالا تازه هندی ها خیلی فرهنگ دارن از لحاظ دیپلماسی و اینا، فکر کردید که خب حالا دیگه ولشون کنیم به حال خودشون، فکر نکردید که ما دنبالتون راه میافتیم میایم. فکر کنید یه مقداری این چیزایی که به نظر من و شما عجیبه، برای که توی این کشوره داره اتفاق میفته عجیبه. این آقایی که اونجا خوابیده یا افغانیه یا عربه، تو کشور خودش همینه. چرا اینا کاری کردن که ملت تو کشورهای خودشون نباشن، پشن بیان اینجا، فکر کنن اینجا چی میگن بهشت و باغ سبز و نمیدونم فلانه، و هر کی آمده اینجا دیگه مونده، یعنی مجبور شده، انقدر مجبور شده بمونه که هی شروع کنه توی مغز خودش یه چیزی بسازه که آقا کشور من این بده اون بده، برای که میگه که اگه نمیمدم اینجا چی میشدم اونجا، وضعم چجوری بود. اگه کسی در رابطه با این مهاجرت هایی که به خاطر اتفاقات تاریخی بوده مایل هست صحبت کنه، نه مهاجرت های اقتصادی و اینها، بیاد مهمون ما باشه. ولی اینایی که مزخرف می‌نویسن ما تبعیدیان فلان، کی تبعیدت کرده آقا؟ کی تبعیدت کرده؟ شما خودت به میل خودت مهاجرت کردی، تازه اومدی کلی هم به اینا هم دروغ گفتی، تا اینا هم قبول. گفتم بهتون توی برنامه کلاس انگلیسی ما میرفتیم، طرف میگفت آقا من خواهرم اینجا نمیدونم فلان کاره بوده، من اومدم، نه فلان کاره، نه ببخشید، یعنی بیزینس داشته، داداشم فلان بیزینس رو داشته. به ما که رسید دیدم همه اینا دروغ گفتن، یه نفرش نگفت آقا من معلم بودم، من فروشنده بودم، من ناراضی بودم از سیستم آخوندا. من گفتم والا اینجا تعداد مسلمان ها زیاد شده، مرده هاشون هم زیاد شده. آقای ریگان شخصا با من تماس گرفت، گفت سوربی جان دستم به دامن، یک کلاس فوری بگیر روش مردشوری، بعد بیا اینجا باشه مردشور ما. همه اونا به من اعتراض کردن، گفتن آقا یعنی ما دروغ میگیم؟ گفتن چرا شما ناراحت شدید؟ مگه دروغ گفتید؟ خدای نکرده اخ بمیری انشالله، دروغ ما ایرانی ها اصلا. اوکی، کتاب از آلاش تا آفریقا، خسرو معتضد، 1,000 صفحه. دیگه چی؟ تاریخ 18 ساله آذربایجان. من عکس گرفتم ولی معرفی کتاب، وقتی آدم کتابو میگیره دستش معرفی میکنه، اگه یه دو صفحه‌ش هم خونده باشه، مثلا این دوست ما همه صفحه ها رو خونده، هایلایت هم کرده، آدم صحبت کنه خیلی بهتره. تاریخ 18 ساله آذربایجان، بازمانده تاریخ مشروطه ایران، نوشته احمد کسروی. من خودم شخصیت احمد کسروی رو یه جورایی زیر سوال میبرم، اون کتاب سوزوندنش و اینا به نظر من اشتباه بوده. و اینم حدود چند صفحه است؟ اینم 874 900 فلان 919، اینم از. و اما
بازنگری در تاریخ قاجاریه و روزگار آنان. بهتون گفتم این کتابا میبینید بعضی هاش جلد اینجوری داره، بعد مثلا ببین اینجا زرکوب نوشته، ولی نمیدونم چرا کتاب اون وقتا اینجاش زرکوب میکردن، اینا میمده را باید اینا از لحاظ قیمت و اینها یه جورای به نفعشون میشده. بازنگری در تاریخ، در تاریخ قاجاریه و روزگار آنان، نوشته ابونصر ازد قاجار یا ازدل قاجار نمیدونم، در اصل ایشون خودش لطف کرده این کتاب برای من فرستاده و دیدم که آخرش هم برای من یه چیزی نوشته بودن، یا اولش یا آخرش یه جایی، در اصل ممنونم. و اما کتاب عباس میلانی دشاه، برای اونایی که انگلیسیشون بهتر از فارسیشون و میتونن انگلیسی رو تندتر و زودتر بخونن، یا میخوان که برای بچه هاشون، فامیلشون، دوستانشون، همکاراشون اینو بخرن، اینها کتابایی که بهتون نشون دادم، دوستان مینیموم $50 برای هر کتاب تا بشه اون خرج پستش، یا بشه اون وقتی رو که من میذارم. امروز نگاه کردم من 4 مال 5 مال باید برم تو برسم پستخونه، هر وقت میری 4-5 نفر جلو بودن، بالاخره اینا وقته. حالا اون دوست خوبمون $20 فرستاده بود خرج پست، بعد تازه گفته بود باقیش رو هم برای اون ماجرای زمان اون برنامه. دوست عزیز، خب پس من این وسط کشکم؟ من چی؟ ما اگر انصاف داشته باشیم بگیم این چی. البته ایشون انقدر لطف کرده قبلا به تلویزیون مردم برای من پول فرستاده که ممنونشم، ولی کلا میگم اقلا نگیم این چیزها رو که باعث یه کمی چیش خدای شیخ الرئیس بوعلی سینا، برهان شفا، ترجمه پژوهش مهدی قوام سفری، همین کتابی که گفتم جایی هم که عربی نوشته ترجمهش هم هست و این کتاب سرنوشت جالبی داره. از کانادا، از کالیفرنیا اومده اینجا، از اینجا رفته بوستون، از بوستون برگشته اینجا، حالا ببینیم به دست شما و در کجای دنیا خواهد رسید. نگاهی به شاه، فکر کنم همون کتاب دشا انگلیسی، فکر کنم اینه، اینم آقای عباس میلانی ولی اینو فارسی نوشته. نوشته شاه حداقل 23 ماشین که هر یک ویژه او ساخته شده اند دارد. اینا را آقای عباس میلانی میدونید مدت ها رفته تحقیق کرده. عباس میلانی من یه بار ازش درخواست کردم بیاد مصاحبه، فکر کنم بهش رسوندن که آقا اگر رفتیم مصاحبه این اولین سوالی که میکنه اینه، این ساواک بد و فلان، اینهایی که همه میگن، همه یا میمیرن یا بهشون تجاوز میشه یا نمیدونم میفتن تو دریای نمک، شما چجوری براتون کافی و شکلات آوردن، ملاقات با زن قبلتون گذاشتن، بعدم آزاد شدی در رفت. در صورت اب نداره. رجال عصر پهلوی، امیر عباس هویدا به روایت اسناد سواک جلد اول، مرکز بررسی اسناد تاریخی. اینو هنوز وقت نکردم نگاه کنم که ببینم یعنی چی، یعنی این رو در دوران بعد از انقلاب ایران نوشته یا چی، ببینیم اولش چی نوشته. در اصل این دو جلده، جلد اول جلد دوم، اینا رو اگه کسی خواست، حالا حداقل $75 دوتاش، حالا اگه $100 بدید که دیگه نور علی نور میشه و بس دیگه. ساعت 3:57 دقیقه است، همونجوری که بهتون گفتم دارم یه چیزی درست میکنم به عنوان کتاب فروشی تلویزیون مردم. بازم ممنونم از اون دوستمون، بیشتر ممنونم از زحمتی که کشیده اینا رو گذاشته تو کارتون، بیشتر ممنونم از وقتی که گذاشته، یعنی محبت، حسن نیت، همیت، همه اینها رو جمع کرده مجموعه شده حمایت از تلویزیون مردم و من به نوبه خودم ممنونم. دوستان عزیز، اگر من در برنامه ها یه چیزی میگم که شما دلگیر میشید، قبل از اینکه زنگ بزنید و به اصطلاح قهر کنید و اینها، اول از خودتون سوال کنید ببینید سوربی درست میگه، آیا من این کاری که کردم واقعا زشته یا فلان ایرانی این کاری که. آها یه چی براتون میگم دوستان، اینقدر موضوعات زیاده آدم نمیدونه چه باید کرد. یه دوستی جوانی به من زنگ زد و من اینجا بودم شنبه طرفای عصر و گفت که آقای سوربی، من پدرم برنامه های شما رو نگاه میکنه، اینقدرم یواش یواش این برونور نگاه کردم تا ببینم چجوری با شما تماس بگیرم، شما یه لطفی بکن به این پدر من که هم سن خودتونه و پدرهای دیگه، مادرهای دیگه، یکم نصیحت کنید که
خود شماها از دست پدر مادراتون چقدر ناراحت بودید که میگفتید بابا اینا نمیفهمن، اینا درد من رو نمیفهمن، حرف من رو نمیفهمن، حرف زمانه رو نمیفهمن. من یادم مثلا موقع ما شلوار پاچه گشاد مد بود، درسته؟ بعد مادر بزرگ ما با وجود که یه نسلم از پدرمون و اینها چیزتر بود، با وجود که چون خیاطی بلد بود برای ما شلوار پاچه گشاد درست میکرد، ولی پدرمون ایراد میگیره، میگه این چیه؟ این اسپانیایی که تو مزرعه هستن، شلوار پاچه گشاد اهالی بومی اصفهان. معمولا اصفهان به غیر از اینکه شهر صنعتی بعدن شده بوده و اینها، از قدیم هم بوده، کشاورزی هم بوده، یعنی خود استان اصفهان. در صورت اینه و شکایت میکرد، البته شکایتش به این صورت بود که یک کم به همدیگه بگیم، منی که همسن شما هستم به شما بگم، شاید شما بهتر قبول کنید، یک کم بچه ها و به اصطلاح نسل بعدی رو آزادتر بذاریم، ضمن این که راهنماییشون میکنیم، باهاشون صحبت میکنیم، ولی اون مرام دیکتاتورشیپی، آقا من بابام این کارو کرد، منم باید این کارو کنم، آقا من از 11 سالگی کار کردم، تام باید از 11 سالگی کار کنم، اینا رو بریزیم دور. و شما اومدید اینجا، شما بچه هاتون رو بردید اروپا و اینجاها، که اون زحماتی رو که شما در زندگیتون، اون بدبختی هایی که در زندگیتون متحمل شدید، تحمل کردید، اینها نشن. و الهی قرار بود بشن که دیگه ببخشید این جون بی خود کندید شما آوردید اینجا. دوستان عزیز فیسبوکی ممنون و متشکرم، من شما رو همینجا قطع میکنم، خدا نگهدارتون، به دوستان دیگه‌تون هم بگید به امید دیدارتون روز چهارشنبه. این فیسبوکی ها، شما هم که اینجا هستید، درست 2 ساعت در خدمتتون بودم. آقای علی ترابی مشکل اینترنت و سرعت و پهنای باند داشت. علی جان برو و به اون کسی که بهت اینترنت میده بگو که شما یه اینترنت درست حسابی میخوای، بگو من هر وقت ویدیو نگاه میکنم ویدیو قطع میشه. بهتون گفتم، یه دوستی من گفت نه آقا شما که سیستمت عوض کردی، ما اینجور گفتم من هیچی رو عوض نکردم، سرعت رو بردم بالاتر برای اونایی که پول اینترنت میدن تصویر بهتری داشته باشن. شما نمیخوای، شما وایسا یه شب مونده شو ببین، کتلت یه شب مونده رو بخور. دوستان عزیز، روز و روزگار بر شما عزیزان خوش. هنوز هم مطالبی هست در پرونده، ولی من دیگه حالشو ندارم و بارها بهتون گفتم وقتی یه قراری داریم با دوستمون، با وجودی که میریم خودمون رو آماده میکنیم که با اون بتونیم صحبت کنیم و اینها، ولی وقتی اون برنامه اجرا نمیشه، مثل این میمونه که ما مثلا با پای برهنه رفتیم فوتبال بازی کنیم. بله فوتبال رو بازی کردیم ولی پای خونالود برمیگردیم، چند روز هم نمیتونیم. چهارشنبه با آقای یزدان خدابندلو خواهیم بود، جمعه با دوستان از کانون آوا، این هفته آقای محمد کرمی با ما خواهند بود. آقای محمد کرمی یکی از اونهایی که اون موقعی که افراد مجاهدین خودشون رو آتیش میزدن و اینها، ایشون در جریان هست، میدونه چجوری بوده، به دستور کی بوده، این رو میپرسیم. و شما هم اجازه بدید این رو براتون روشن کنم، شما هم میتونید در تلویزیون مردم برنامه داشته باشید، نه به گفته من، به این نوشته. میدونید که آمریکا وقتی یک کسی یه چیزی رو میگه، شما فکر میکنید ممکنه داره گولتون میزنه، ازش میخواین که اون چیزی رو که میگه بنویسه، بهش میگن put it in writing، یعنی بنویس این چیزی رو که به من میگی، اگه میگی این قرارداد 3 ماه هست بنویس، نه که به من بگو 3 ماه هست، کاغذی که دادی امضا کردم ببینم 3 سال است. put it in writing، ما we put it in writing، ما توی به نوشته برای شما گذاشتیم. از اینجا شما هم می توانید در تلویزیون مردم برنامه داشته باشید. روز روزگار بر شما خوش. تلویزیون مردم رو به دیگران هم معرفی کنید. ممنون و متشکرم. حمایت یادتون نره.